دیدگاه و نظراتشون رو با ما به اشتراک بگذارن. در ابتدا من دعوت میکنم از سرکار خانم لیلا رمضان تا گزارش و تحلیل نقض حقوق پیروان ادیان را در دیماه 1401 را به اطلاع برسانند. سرکار خانم لیلا رمضان، اگر در جلسه حضور دارید، مایک در اختیار شماست. سپاس از شما آقای خسروپناه گرامی. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. با گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران در دوره زمانی دیماه 1401 در خدمت شما عزیزان هستم. این گزارش بر مبنای اطلاعات گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده. لازم به یادآوری که مسلماً به دلیلی که عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همینطور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و به تبع رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری امری دشوار و خطیر و با محدودیت‌های فراوانی در ایران محسوب میشه که با توجه به حجم محدود اطلاعات نمیشه عملا 20 تا 30 درصد واقعیت جامعه رو در واقع داشته باشه، در بر داشته باشه. اعمال فشار و تهدید بر پیروان سایر مذاهب در این ماه نیز در دی ماه نیز ادامه داشته. در دی ماه المیرا رحمانی، شهروند بهایی ساکن اصفهان، حسن فتحی خزرلکی، روحانی اهل سنت و امام جمعه روستای غازلیان، محمد رضا صالح زاده از هواداران جریان یمانی و متین گرجی شهروند بهایی در قائم شهر و نکیسا حاجی پور شهروند بهایی ساکن تهران بازداشت شدند. در ماهی که سپری شد، یونس نوخواه روحانی اهل سنت ساکن پیرانشهر توسط شعبه 6 دادگاه ویژه روحانیت تبریز به 58 ماه و 15 روز حبس و خلع دائم لباس روحانیت محکوم شد. 6 ماه از حکم حبس صادر علیه این شهروند به مدت 4 سال به حالت تعلیق درآمده. اهل سنت استان گلستان در حمایت از مولانا گرگیش و برای حضور دوباره او بر منبر آزادشهر فراخوان به تجمع اعتراضی برای روز جمعه 2 دی ماه 1401 داده بودند. بیش از یک سال از عزل مولانا محمد حسین گرگیش از امامت جمعه آزادشهر گذشته است و هنوز حکم اجازه بازگشت ایشان به آزادشهر را نداده است. این در حالیه که حکم عزل امامت وی یک ساله بوده. حال عموم اهل سنت استان گلستان و بسیاری از شهروندان این منطقه خواستار برگشتن این روحانی اهل سنت بلوچ به منبر جمعه هستند. در این اعتراضات عموم اهل سنت گلستان خواستار به منبر رفتن مولانا گرگیج و همچنین خواستار شفافیت سازی و لغو حکم احضار مولانا عبدالغفار نقشبندی و لغو حکم محاربه و آزادی کسانی هستند که به خاطر اعتراضات دستگیر شدند. همونطور که بر همه آشکاره، زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند، حکم محاربه در دست دارند و در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندگی خودشون رو می‌گذرونند و به صورت مدام از سوی ماموران زندان به دلیل عقیدهشون مورد بی احترامی قرار می گیرند. بنابر اصل 19، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و همچنین اصل 20، همه افراد ملت اهم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. و اصل 23 که منع تفتیش عقاید و اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی و اصل 26 حق آزادی عقیده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلامی مورد تاکید قرار داده. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران این اصول اساسی نتوانستند برابری آنها را در بیش از 40 دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندیشون تضمین کند. پیروان اهل سنت در ایران علی‌رغم اینکه مسلمان هستند، از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشکری و نیز بهره‌مندی برابری از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند. همینطور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به جا آوردن مناسک مذهبی خود را از سوی حکومت ایران روبرو هستند.
و همچنین موارد نقض شده اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با پیروان سایر پیروان اهل سنت در ماده 18 در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند بشه و این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر انسان محق به آزادی عقیده و بیان است. این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است. در رابطه با بهائیان، گزارشی از وضعیت پیام ولی شهروند بهائی علی‌رغم گذشت بیش از 120 روز از زمان دستگیری کماکان در زندان قزلزار کرج در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برد. آقای ولی اخیراً در اعتراضات به عدم حق دسترسی به وکیل تعیینی در جلسه دادگاه حاضر نشد. پیام ولی به دلیل نقض ماده 35 قانون اساسی که همان دسترسی به وکیل تعیینی هست در جلسه دادگاه حاضر نشد. تاریخ دادگاه بعدی این شهروند بهایی روز پنجشنبه 6 بهمن ماه اعلام شد. آقای ولی پیشتر طی نامه سرگشاده اتهامات مطروح علیه خودش و تبلیغ علیه نظام، تبلیغ علیه شرع مقدس اسلام و تحریک و اغوا برای ایجاد اغتشاش در فضای مجازی عنوان کرده بود. همچنین بدیع خاضعی شهروند بهایی توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت این تایید این حکم در مرحله تجدید نظر با اعمال ماده 134 مجازات قانون اسلامی، مجازات ارشد یعنی 5 سال حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. آقای خاضعی از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس که مجموعاً به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. دو زن بهایی ساکن زاهدان توسط نیروهای اطلاعاتی سپاه بازداشت و به مکانی نامعلومی منتقل شدند. هویت این دو زن که خواهر بودند، غزل پاکزاد، طراح لباس و ریحانه پاکزاد، مربی شنای بانوان عنوان شده. پس از بازداشت ریحانه و غزل، نیروهای اطلاعات سپاه صفحه اینستاگرام این دو شهروند را توقیف می‌کنند و در صفحات عنوان می‌کنند که به خاطر عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی و انتشار محتوای مجرمانه این کار صورت گرفته و ادمین های اونها هم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن. که طبق اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی و همطور اصل 23 که منع تفتیش عقایده و اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی، اصل 26 حق آزادی عقیده، اصل 32 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی از مواردی هستش که از قانون اساسی ما نقض شده. و همینطور بیخبری و ناپدید شدن پوریا صراف زندانی بهایی در شیراز. بیش از یک ماه است که از پوریا صراف شهروند بهایی زندانی در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک 100 هیچ خبری نیست. آخرین تماس تلفنی پوریا با خانواده‌اش در تاریخ 29 آذر بوده است و پس از این تماس دیگر هیچ خبری از او نیست. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند. این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. آیین بهایی هنوز در ایران یک فرقه پرتد تلقی می شود. این شهروند این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی کنند. با این حال رژیم دینی ایران آنها را تحت تعقیب قرار می دهند. بر اساس منابع غیر رسمی در ایران بیش از 300 هزار نفر بهایی وجود دارند که قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری رو به رسمیت میشناسه و مذهب بهاییان رو به رسمیت نمیشناسه. به همین دلیل که طی سالیان گذشته همواره حقوق بهاییان در ایران به صورت سیستماتیک نقض میشه. و در رابطه با مسیحیان، بازداشت عبدالرضا علی حق نژاد
رهبر کلیسای خانگی در یک گردهمایی کریسمس. عبدالرضا علی حق‌نژاد از رهبران کلیسای خانگی موسوم به کلیسای ایران 5 دی ماه 1401 در یک گردهمایی کریسمس در بندر انزلی بازداشت و به زندان لاپان رشت منتقل شد. این نوکیش به دلیل فعالیت صلح‌آمیز دینی در تحمل 6 سال حبس است. در حال تحمل 6 سال حبس است ولی از اوایل تابستان سال گذشته به مرخصی فرستاده شد. همراه با این رهبر کلیسای خانگی، دو عضو کلیسا به نام‌های امیر و مسعود دستگیر و به زندان لاکان در حوالی رشت منتقل شدند. آناهیتا همسر وی نیز یک هفته بعد برای بازجویی به اداره اطلاعات بندر انزلی احضار و در آن مکان بازداشت و به زندان لاکان منتقل شد. ایران در رتبه 8 جهان در آزار و جفای مسیحیان است. در گزارش سالانه سازمان جهانی مسیحی درهای باز یا اوپن دورز که در روز چهارشنبه 28 دی منتشر شده، جمهوری اسلامی ایران 8 کشور مسیحیت ستیز در جهان است. ایران در گزارش سال گذشته در رتبه 9 قرار داشت و در سال پیش از آن نیز 8 کشور مسیحیت ستیز جهان. در جمهوری اسلامی ایران تعداد بیشماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبیشان زندانی شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته شده تنها به جرم‌های نظیر اقدامات بشارتی یا آموزش و پخش انجیل یا به عناوین جاسوسی در زندان به سر می‌برند و با شکنجه و آزار مواجه شده‌اند و بعضاً حتی تهدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها و صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران همچنان ادامه دارد. با اینکه در قانون اساسی ایران اصل 13 و 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته شده و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است، اما جمهوری اسلامی ایران تنها عبادت مسیحیان آشوری و ارمنی و کلدانی را به رسمیت می شناسد و برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند و تبلیغ آیین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می شود. عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مراسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده که اصول مندرج در قانون اساسی در موارد اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 24 حق آزادی بیان و اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی و اصل 26 حق آزادی عقیده تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه آن پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و وابستن کلیسای آنان راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران را سد می‌کند. و همینطور در همدان بازداشت 9 تن از هواداران عرفان حلقه را داشتیم که معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصارالحسین در این خصوص گفت 9 نفر از فعالان فرقه عرفان حلقه در همدان و در توی‌سرخان توسط سازمان اطلاعات سپاه دعوت، احضار و دستگیر شدند که پس از تفهیم اتهامات پرونده قضایی آنها برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال شد. طبق اصل 26 قانون اساسی ایران، شرکت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزاد است، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. و همینطور اصل 23 که منع تفتیش عقاید و اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی که در قانون اساسی نقض شدند و همینطور موارد نقض شده اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 19 حق آزادی بیان اشاره شده و
حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا ایدولوژی و باورهای مذهبی اونها میتونه وفاداری به نظام را دچار چالش بکنه و به بهانه حفظ امنیت سیاسی سرکوب فعالیت های مذهبی را سرلوحه دشمنی با سایر دیگر ادیان قرار میده. در رابطه با عرفان حلقه بحث زیاده و از اینجایی که وقت من رو به پایان هست نمیتونم متاسفانه زیاد وارد این بحث بشم، ولی از اونجایی که میدونم در طی این چند سال جمهوری اسلامی ایران از اون ابتدا تا به همین امروز همچنان در حال آزار و اذیت مجموعه هواداران عرفان حلقه هست و بدون اینکه اصلا بدونن که روال کار این افراد به چه صورته و اینکه از کم و کاست دقیقش اطلاعی داشته باشن، صرفا به خاطر محبوبیت استاد طاهری و اینکه آموزه هاشون مورد استقبال خیلی از عموم قرار گرفت شروع به آزار و اذیت کردن، در صورتی که در ابتدای راه استاد طاهری از اساتید، از دکترا و از مجامع دانشگاه ها شروع کردند. در واقع میشه اگر بخوام یه مثال واضحی براتون بزنم، دکتر من که جراح قلب من بودن برگشتن به من گفتن که سردردهای میگرنی شدیدی داشتن که در طی این چند سال خودشون دکتر بودن و طی این چند سال درمان نشده بودن و توسط استاد طاهری و آموزهای ایشون که توی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه مسیح دانشوری که کنگره رو برگزار میکردن تونسته بود سردردهاشو بهبود پیدا کنه، عملا میگفت با عرفان حلقه تونسته سردردهاشو خوب بکنه. این حرفی بود که پزشک من به من زد. من اون موقع اوایل راه بودم و خیلی هنوز از اونجایی که خیلی آدم سخت باوری هستم اصلا نمیتونستم قبول بکنم که عرفان حلقه واقعا چیزی که میگن در رابطش هم اخبار منفیش خیلی زیاد بود هم اخبار مثبتش. حالا انشالله در یک جلسه در رابطه با عرفان حلقه مفصل صحبت میکنم، چون که برای بعضی از دوستان، برای بعضی از خود همکارای من تو همین مجموعه کانون دفاع از حقوق بشر جای یه سری اشکالات و شبهه هستش که دوست داشتم توی جلسه حتما به این موضوع بپردازم که در رابطه با عرفان حلقه این در واقع میشه گفت سمپاشی هایی که جمهوری اسلامی در رابطه با عرفان حلقه کرده باعث شده که دید خیلی نسبت بهش دید منفی باشه. میگم خودم هم جزء همون دسته افراد بودم که دو سال طول کشید تا من رفته رفته با خطا و آزمون ها و با تجربه شخصی که داشتم، یعنی خیلی من تست کردم، روی خیلی از افراد تست کردم، روی خودم تست کردم، از دکتر خودم شنیدم و از خیلی جاهای دیگه که شنیدم، معتقد شدم که نه عرفان حلقه واقعا چیزی خلاف اون چیزیه که جمهوری اسلامی داره میگه. حالا انشاءالله در ماهای آینده اگر فرصتی پیش بیاد خیلی دوست دارم در این رابطه صحبت بکنم. مرسی که همراه هم بودید. ممنون که گوش دادید. من مایک رها میکنم. سپاس از همه گی. تشکر از شما خانم رمضان، کامل و جامع توضیح دادید و اخبار کامل در وبسایت کمیته هست. دوستان میتونن در اون مسئله در این اخبار اگه خواستن مطالعه بفرمایید. جناب ناصری، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. ممنون آقای خسروپناه، خسته نباشید خانم رمضان، خیلی عالی بود. فقط در رابطه با این عرفان حلقه من یادم چند ماه پیش قرار بود شما این قرار رو گذاشتین در واقع که یکی یه سخنرانی در رابطه با این موضوع داشته باشید، ولی کن حالا هم شما فراموش کردید هم من یادم رفت کلا. الان که بهش اشاره کردی یادم اومد، فکر میکنم 3 ماه یا 4 ماه پیش بود هستم در مورد این صحبت کردیم. قرار بود یه سخنرانی در رابطه با این موضوع داشته باشید و معرفی عرفان حلقه که اصلا چی هست، از کجا میاد و چه اهدافی داره، باورشون چیه و چقدر پیرو داره. حتما فراموش نکنید. بله دیگه، حتما فراموش نکنید. حالا اگر برای ماه آینده بتونید این کار رو انجام بدید که بسیار عالی و خوبه. مرسی از شما، همین میخواستم بگم، خستم نباشید. تشکر از شما جناب آقای ناصری، گزارش کامل و جامعی بود. بله خوشحال میشیم که بتونیم در خدمتشون باشیم در مورد این عرفان حلقه یه سخنرانی مطرح بفرماین. اگر دیگر دوستان نقطه نظری یا دیدگاهی دارن خوشحال میشیم که با ما به اشتراک بگذارن. سپاس از شما خانم رمضان.
از سخنران بعدی دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای قندیل دادخواه با بررسی هدف سوم از سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی است. جناب آقای دادخواه بفرمایید، مایک در اختیار شماست. لطفا اگه دستتون بالا ببرید مایک رو براتون آزاد کنید. درود خدمت همه دوستان عزیز. هدف سوم از اهداف 17گانه سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سند 23 مجموعی از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایه 23 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین‌المللی را در زمینه توسعه پایه برای 15 سال آینده ترسیم می‌کند. این سند دستور کاری برای مردم پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای کره زمین خانه مشترک ماست. اهداف این دستور باید از اول ژانویه 2016 در کشورها عملیاتی شوند و راهنمای تصمیمات ما برای 15 سال آینده قرار گیرند که در حال حاضر توسط 193 کشور پذیرفته شده است. این سند مصوبه‌ای بود که دولت ایران به عنوان یک سند ضد نظام جمهوری اسلامی و دخالت کشورهای غربی در امور ایران از آن یاد کرده. هدف سوم از اهداف 17 گانه سند 23 عبارت از تضمین یک زندگی توأم با سلامت و تمیز رفاه برای همه و در تمامی سن. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: 1. کاهش مرگ و میر مادران در سراسر جهان به کمتر از 70 نفر به ازای هر 100,000 نفر تا سال 23. 2. پایان دادن به مرگ و میرهای قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان زیر 5 سال تا سال 23. در این حرکت هدف همه کشورها باید کاهش میزان مرگ و میر نوزادان به کمتر از 12 نفر به ازای هر 1000 نوزاد زنده متولد شده و کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به حداقل کمتر از 25 نفر به ازای هر 1000 کودک باشد. 3. پایان دادن به بیماری های همه گیرمانند ایدز، سل، مالاریا و بیماری های نادیده گرفته شده ویژه مناطق حاره و مبارزه با هپاتیت، بیماری های ناقل به وسیله آ و سایر بیماری های واگیرگار تا سال 23. 4. کاهش تعداد مرگ و میرهای زود هنگام ناشی از بیماری های غیر واگیر از طریق پیشگیری و درمان و ترویج بهداشت روانی و رفاه تا سال 23. 5. تقویت پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان سوء مصرف آن و نیز پیشگیری از استفاده زیانبار مشروبات الکلی. 6. به نصف رساندن تعداد مرگ و میرها و مصومیت های ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان تا سال 23. 7. تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری از جمله در راستای تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه ها و راهبردهای ملی تا سال 23. 8. تحقق هدف دسترسی جهانی به بهداشت از جمله دسترسی به کلی خدمات کیفی بهداشتی مورد نیاز بدون مواجه شدن فرد با مسائل و مشکلات مالی در این زمینه. دسترسی به خدمات بهداشتی کیفی ضروری و نیست دسترسی امن، مؤثر، کیفی و مقرون به صرفه به داروها و واکسن‌های ضروری برای همه. 9. کاهش چشمگیر تعداد مرگ و میرها و بیماری‌های ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا، آب و خاک تا سال 23. الف تقویت اجرای کنوانسیون ساتسوب سازمان بهداشت جهانی پیرامون کنترل تولید توتون و تنباکو در همه کشورها به طور مناسب. ب. حمایت از پژوهش و تولید واکسن و دارو برای بیماری‌های واگیردار و بیماری‌های غیر واگیر که در ابتدا کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، فراهم آوردن امکان دسترسی به دارو و واکسن‌های مقرون به صرفه در راستای
اعلامیه دوحه در مورد حق مالکیت فکری و بهداشت عمومی که این اعلامیه به موضوع حق کشورهای در حال توسعه برای بهره برداری کامل از مفاد موافقتنامه جنبه‌های تجاری حق مالکیت فکری مبنی بر انعطاف پذیری برای حفظ بهداشت عمومی و به خصوص فراهم آوردن امکان دسترسی به دارو برای همه تاکید دارد. زیم افزایش چشمگیر کمک‌های مالی در حوزه بهداشت، استخدام، توسعه، آموزش و نگهداری نیروهای کار بهداشت و درمان در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه داد. تقویت ظرفیت‌های همه کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای هشدار به هنگام کاهش مخاطرات و مدیریت خطرهای بهداشتی در سطوح جهانی و ملی، سلامت یا تندرستی عبارت از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. بنابراین تعریف سازمان بهداشت جهانی تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست، بلکه نداشتن هیچ گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است. حق بر سلامت که لازمه حیات مدنی انسان است در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامت و رفاه خود و خانوادش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است از تأمین اجتماعی بهره مند گردد. همچنین این حق طبق ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 12 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در زمره حقوق اساسی بشر شناسایی شده است و دولت‌ها مکلفند که تمامی امکانات خود را برای بهره مندی انسان‌ها از این حق بدون هیچ گونه تبعیضی به کار گیرند. هدف شماره سوم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، بهبود چشم‌انداز جهانی در خصوص اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی را در گروه کاهش مرگ و میر مادران، پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری کودکان، کاهش بیماری‌های مرتبط با ایدز، پوشش بهداشت جهانی، داروهای ضروری مقرون به صرفه، مراقبت از سلامت جنسی و باروری، تحقیقات واکسن و دسترسی به داروها و همچنین مبارزه با بیماری‌های غیر قابل پیشگیری مانند دیابت و جلوگیری از حادث ترافیکی و سوء استفاده از مواد مخدر می‌دانند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی خود حق بر سلامت را مورد توجه قرار داده است و خود را به نوعی مکلف به تحقق هدف شماره 3 نموده است. اصل 23 قانون اساسی حق بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد و مقرر می‌دارد برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، عسکر افتادگی، بی‌سرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه حقی است همگانی. طبق این اصل دولت باید از دو طریق خدمات فوق را برای آحاد مردم کشور فراهم سازد. این دو طریق عبارتن از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم. علاوه بر اصل 23 اصول دیگری نیز با سلامت مرتبط هستند. طبق بند 12 اصل سوم قانون اساسی پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه از وظایف دولت است. به موجب این اصل دولت مکلف است حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن یا مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید و بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد. در اصل سوم به مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش اشاره شده است.
و آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای تمام برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از وظایف دولت شمرده است. همچنین اصل 23 حمایت یکسان قانونی را برای همه افراد ملت اعم از زن و مرد و برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلامی بیان می‌دارد. اصل 21 مربوط به حقوق زنان است و دولت را موظف به تضمین حقوق زنان در تمام ابعاد با رعایت موازین اسلامی نموده است. دولت باید برای رشد زایگاه و شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او زمینه‌های مساعد ایجاد کند و از مادران به خصوص در دوران بارداری حمایت کند. بند 1 اصل 33 تأمین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را یکی از ضوابط می‌داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن استوار گردد. اما آمار و اخباری که از گوشه و کنار در خصوص وضعیت سلامتی ایرانیان و کمکاری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحقق بخشیدن به این حق بشری و اساسی به گوش می‌رسد، نماینده‌گر عدم بهره‌مندی بخش عظیمی از ایرانیان از حق بر سلامت طبق استانداردهای حقوق بشری میباشد. گزارش تفصیلی بنیاد برکت واسه به ستاد اسرائیل امام خمینی در سال 1396 درباره مناطق محروم در ایران نشان میدهد بیش از نیمی از مناطق مسکونی در ایران شامل استانها، شهرها و روستاها، حدوداً 56% مناطق کمتر توسعه یافته و محروم هستند و اما دست کم 25% از مناطق محروم کل ایران که خود نیمی از بخش‌های مسکونی کشور را تشکیل می‌دهد از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی حداقلی محرومند. بر این اساس یعنی با توجه به پراکندگی جمعیت در مناطق محروم چیزی نزدیک به 10 میلیون نفر در ایران از دسترسی به خدمات حداقلی درمانی و بهداشتی محرومند و یا دست کم برای دسترسی به آن با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. علاوه بر این با وجود این حقیقت که ایران داره یک اقتصاد وابسته به کشاورزی میباشد، درجات بالایی از سوی تغذیه در کشور وجود دارد. حدوداً 1/4 کودکان در ایران یا گرسنگی کشیدن یا فاکتورهای کاهش رشد را به دلیل سطح پایین تغذیه تجربه کرده. با این وجود شاخصهای قابلیت توزیع غذا در سطح پایین است. درصد کودکانی که از سوی تغذیه رنج میبرند در روستاها بیشتر است. از سوی دیگر گسترش آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر باعث شده تا آمار زندانیان زن افزایش چشمگیری پیدا کند. مسئله‌ای که با توجه به نقش زنان در جامعه به ویژه در خانواده پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد. زیرا مادرانی که در زندان به سر می‌برند کودکان آنها به صورت ناخواسته با بسیاری از جرایم در زندان آشنا می‌شوند که این خود می‌تواند در آینده برای آنها مشکل ساز شود. کودکانی که زندان تأثیر منفی و ویرانگری بر روی آنها می‌گذارد و حیات عاطفی، فکری، اجتماعی و روانی آنها را با مشکل مواجه می‌سازد. در واقع زندان تنها به نوع مجازات و اعمال کنترل بر فرد قانون شکن نیست، بلکه برچسب زندانی بودن علاوه بر فرد زندانی بر اعضای خانواده و نزدیکان وی نیز تأثیر روانی می‌گذارد و این باور روانی در ارتباط با کودکان بیشتر و پیچیده‌تر است. کودکانی که مادران آنها محکوم به زندان هستند مجبورند بهترین سالهای عمر خود را در زندان به جرمهای ناکرده سپری کنند تا رنج زندان را به بهای داشتن مهر مادری بپردازند، اتفاقی که زمینه ساز مشکلات بعدی می شود و این افراد را دچار سرخوردگی و انحراف می کند. در پایان امیدوارم تا سال 2030 به تمام اهداف این سند جامع عمل پوشانده شود. همچنین امیدوارم ایران نیز با قبول و اجرای این سند قدم مهمی در راستای تحقق بخشیدن به تمامی موارد اهداف این سند بردارد. با تشکر از شما که به صحبت‌های من گوش دادید در خدمتتون هستم. اگر سوالی باشه من مایک اورهان می‌کنم. سپاسگزارم جناب آقای دادخواه، کامل و جامع توضیح دادید. سند 20 خب جمهوری اسلامی امضا نکرده و دلیل اصلی هم که عنوان کرده مخالفت و مغایر نبودن با موازین دین اسلام عنوان کرده، اما تا اونجایی که میدونن دوستان و همه در جریان هستن مشکل اصلی به خاطر شفاف سازی و
رانتی که هست و مسائل اقتصادی و غیره که اینو زیر بار امضا کردنش نمیره و نرفته و فساد همه جا در جمهوری اسلامی هست. دوستان اگر نقطه نظری در مورد سند بیستی و سخنرانی آقای دادخواه دارین خوشحال میشیم با ما به اشتراک بذارید. تشکر از همگی. بیدرنگ دعوت میکنیم از سخنران بعدیمون. سخنران بعدی جناب آقای داوود لطفی با موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی. جناب آقای لطفی مایک در اختیار شماست، اگه دستتون رو بالا ببرید. بله، مجدد عرض ادب احترام خدمت همکاران، عصر بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید. عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت که منظور از آن تخصیص منصفانه منابع در یک جامعه است. عدالت اجتماعی یعنی حقوق برابر برای همه مردم و پایداری بر این آرمان که همه افراد بشر باید بدون هیچ گونه تبعیضی از مزایای پیشرفت‌های اقتصادی اجتماعی بهره‌مند باشند و به حقوق یکدیگر احترام بذارن و مصالح عمومی رو رعایت کنند. به زبان ساده‌تر عدالت اجتماعی عبارت است از شناخت حقوق طبیعی و قراردادی که جامعه برای تمام افراد قائله. رعایت عدالت اجتماعی از دیدگاه هر انسان پاکسرشتی از ضروری‌ترین امور به شمار میاد، به طوری که هیچ انسانی هرچند خود ستمکار باشه این موضوع رو انکار نمی کنه. تاریخ نشون میده که عدالت به عنوان یک امر فطری با خلقت انسان شکل گرفت و ضرورت عدالت اجتماعی با شکل گیری اجتماعات و درک انسان از همزیستی با دیگران معنا پیدا کرد و با اینکه عدالت اجتماعی آرزوی بشریت بوده و هست، ولی هرچه بشر بر دانش و آگاهیش افزوده شده، نابرابری، تبعیض و فقر در جوامع بشری بیشتر شده. در حقیقت با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی، این موضوع همکنون یکی از موضوعات کلیدی است که در تمام دنیا مورد بحث قرار گرفته، به طوری که از سوی مجامع و سازمان‌های بین‌المللی روزی رو با این نام نامگذاری کردند. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2007 20 فوریه را به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی معرفی کرده و از کشورهای عضو دعوت نمود که برای ریشه‌کن کردن فقر، ارتقای اشتغال کامل و کار مناسب، برابری جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت تلاش کنند. توسعه و صلح با عدالت و امنیت رابطه تنگاتنگ و دو سویه داره. دولت توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی برای دستیابی به صلح و امنیت و حفظ امنیت در کشورها ضروریه و از سوی دیگه توسعه و عدالت اجتماعی در غیاب صلح و امنیت یا در شرایط عدم احترام به کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به درستی برقرار نخواهد شد. برگزاری روز جهانی عدالت اجتماعی مردم را ترغیب می‌کند به اینکه مشاهده کنند که چگونه عدالت اجتماعی برای ریشه‌کن کردن فقر در تمامی زمینه‌ها تأثیر می‌گذارد و ارزش و اهمیت ارتقای روابط عادلانه منصفانه بین فرد و جامعه را درک کنند. مأموریت جهانی سازمان ملل متحد گسترش احترام به کرامت انسانی، ارتقای توسعه پایدار و پیگیری عدالت اجتماعی برای همه است. در راستای انجام این مأموریت و به دنبال اجلاس‌های جهانی در زمینه عدالت اجتماعی، کشورها متعهد شده‌اند که دو هدف: یک، مقابله با فقر و تلاش برای اشتغال کامل، و دو، ایجاد و تداوم جوامع پایدار، ایمن و عادلانه را در رأس اهداف خودشون قرار بدن. اونها همچنین به لزوم قرار دادن مردم در مرکز برنامه‌های توسعه پایدار توجه دارند. دولت‌های جهان برای اینکه بتونن در کشورهای خود به جامعه‌ای برای همگان دست یابند، متعهد شدن سازوکارهایی ایجاد کنند که عدالت اجتماعی رو چه در محدوده ملی و چه در پهنه جهانی گسترش دهند. اونها وعده دادن که ثروت رو در کشورهای خود عادلانه تقسیم و امکان دسترسی همگان به نعمت‌های مادی رو فراهم کنند.
از سوی اجلاس عمومی اعلام شد رشد و توسعه بیشتر میبایست برابری و عدالت اجتماعی بیشتر را ممکن کنه و یک جامعه عادلانه جامعه‌ای برای همگانه. چنین جامعه‌ای بیش از هر چیز میتونه بر شالوده حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین سیاسی استوار باشه. روز جهانی عدالت اجتماعی میبایست انگیزه باشه برای افزایش تلاش‌های جامعه بین‌المللی در راستای از بین بردن فقر، ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان، شرایط کار مناسب برای همه و دستمزد عادلانه، برقراری عدالت جنسیتی و عقیدتی، دستیابی به رفاه اجتماعی و نهایتاً آنچه در قاموس سیاسی عدالت اجتماعی خوانده میشه. در روز جهانی عدالت اجتماعی معمولاً کمپین‌های رسانه‌ای برای آگاهی از نیاز به عدالت اجتماعی بهتر هم در داخل کشورها هم در بین ملت‌ها برگزار میشه. ارتقای حقوق بشر از بین بردن موانع اجتماعی بر اساس نژاد، جنس، مذهب، ایستادگی برای حقوق کارگران و زنان و مهاجران و معلولان و سالخوردگان از موضوعات مورد توجه در این روزه. هر ساله سازمان ملل موضوعی رو برای این روز تعیین میکنه با توجه به شرایط زمانه که نیاز به طور ویژه به اون پرداخته بشه و اقدامات لازم جهت سوق جامعه ملی و جهانی به سمت عدالت اجتماعی رو برنامه ریزی و اجرا کنه. امروزه برای تحقق عدالت اجتماعی طرح‌های گوناگونی ارائه میشه. از میون اون میشه به دو طرح اصلی اشاره کرد. نخست طرحی که بیشتر خواستار دستیابی به عدالت اجتماعی از مسیر ایجاد شانس‌های برابره و دوم طرحی که بیشتر می‌خواد به این مهم از مسیر باز تقسیم عادلانه نعمات برسه. طرح نخست در برنامه احزاب سیاسی بیشتر از سوی نیروهای لیبرال دموکرات و طرح دوم از سوی طیف نیروهایی با گرایش هومانیستی و نیز سوسیال دموکرات ارائه میشه. در طرح نخست نقش دولت بیشتر میانجیگرایانه و کمک به افراد برای خودیاریه، اما در طرح دوم نقش دولت فعالتره و مستقیما به یاری افراد ناتوان برمیخیزه. درک لیبرال دموکرات از عدالت اجتماعی دارای این سمتگیریه که عمدتاً برای انسان‌ها شانس و امکانات برابر ایجاد بشه تا بتونن در حیات اقتصادی و اجتماعی شرکت فعال داشته باشن و برنامه‌های زندگی خودشون رو محقق کنن. میتوان گفت که جنبه سوسیال این طرح ضعیف‌تر و عمدتاً معطوف به جلوگیری از گسترش بی‌عدالتی بیشتر در جامعه است و نه الغای بی‌عدالتی موجود. اینکه چگونه میتوان عدالت اجتماعی را در هر جامعه ایجاد کرد به تغییر نگرش حاکمان، برنامه‌ریزان، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگی داره و چنین شرایطی زمانی به دست میاد که افراد جامعه به دور از تعصب‌ها و تبعیض‌ها و بر پایه ملاحظه‌های انسانی و عقلانی روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه رو بر اساس عدالت شکل بدن. اما این روزها جهان کمتر شاهد عدالتی که از آن یاد شد هست. گسترش فقر، گرسنگی، تبعیض، نقض آشکار حقوق بشر توسط دولت مردان با نام برقراری نظم از جمله خبرهای تکان دهنده ای که همواره در رسانه‌ها منتشر میشه. اما در برخی مواقع تنها واکنش نسبت به این فجایع صدور اعلامیه‌ای از سوی کشورهاست. سازمان‌های حمایت کننده مانند سازمان ملل متحد به دلیل بحران‌های اقتصادی جهانی بودجه اختصاصی و مناسبی را برای رسیدگی به عدالت اجتماعی تعیین نمی‌کنند. در چنین شرایطی زندگی را در عصر کنونی دشوارتر ساخته و از آن رو که برقراری عدالت اجتماعی همراه با حذف موانع جنسیتی، سن، نژاد، قومیت، مذهب، فرهنگی انسان‌های زیادی به دلیل رسیدن به زندگی عاری از تبعیضات به مهاجرت و ترک سرزمین روی میارند. هرچند بسیاری از مهاجران در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند، بسیاری با آنچه در سر داشتند نرسیدند و در کمپ‌ها و بیابان‌ها و آب‌ها آواره و بی‌سرنوشتند. برقراری عدالت اجتماعی در کشوری مانند ایران یا افغانستان که روز به روز در حال رشد افزایش جمعیت و از تنش‌های سیاسی هم در امان نیست بسیار دشواره. زندگی زنان و کودکان به خصوص
چندان تعریفی نداره. هر روز در زندگی روزمره‌شون با بی‌عدالتی اجتماعی روبرو هستن. ماجرای مهسا امینی که در تهران اتفاق افتاد به همه ما و به خصوص زنان قربانی تبعیض و نگاه حکومت اسلامی به زن یک بار دیگه این حقیقت هولناک رو ثابت کرد که اگرچه سازمان‌ها، مؤسسات خارجی و نهادهای دولتی شعار حمایت از حقوق زنان و کودکان و برقراری عدالت اجتماعی رو همه روزه در جلسات رسانه‌هاشون سر میدن، اما واقعیت این نیست که نمیخوان، واقعیت این است که نمیخوان خارج از فعالیت‌های نمادین و نمایشی خود اقدامی حقیقی و جدی برای حمایت از زن، زندگی و آزادی داشته باشن. علاوه بر اون، زنان در محیط‌های کاری خودشون هم همه روزه از بی‌عدالتی‌های مانند آزار جنسی، آزار کلامی، تبعیضات جنسیتی و نادیده گرفتن زحماتشون رنج می‌برند. در حکومت جمهوری اسلامی تصویر و صورت فقر رو هر روز در کوچه‌ها و خیابان‌ها میشه مشاهده کرد که چگونه و به اشکال مختلفی رو به گسترشه. زمانی جامعه ایران متشکل از قشر عظیمی از طبقه متوسط بود، اما همه ساله شمار فقیران و بیکاران و معتادین افزایش پیدا کرد و می کند، به طوری که طبقه متوسط امروز تقریبا دیگر وجود ندارد. شکاف طبقاتی چندان زیاد است که دیگر آن قشر بزرگ متوسط بر اثر بیکاری و بیپولی در زیر خط فقر و در تنگ دستی قرار گرفته و با این ادغام جامعه امروزی دیگر چیزی به جز طبقه کوچکی از ثروتمندان و طبقه بزرگی از فقیران نیست. فساد همچنان عامل اصلی از بین برنده عدالت اجتماعی در ایران کنونی محسوب میشه و در کوچکترین امورات روزانه افراد جامعه فسادگری رو میشه دید و پیدا کرد. فساد در قشر ثروتمند به نوعی و در قشر فقیر جامعه به نوعی دیگر خودش رو نشون میده. دو دستگی جامعه امروز ایران خود گویای عدم تعادل عدالت اجتماعی است. دسته ای که از یک رهبر حمایت میکنند و میتوان آنان را مزدوران و جیره خانان حکومتی نامید که نانشان از دستبوسی و خوشخدمتی به علی خامنه ای حاصل میشه. آنان که نگاهشان به رأس هرم دیکتاتوری ولایی است و هرچه نزدیکتر به رأس هرم باشن و پاچه‌خوارتر، نانشان بیشتر و در لایه‌های انتحاری هرم که سرکوبگرانی هستند در خیابان که برای لقمه نانی با گلوله و باتوم و ساچمه از مردم ستم دیده و معترض به حق از دست رفتشون پذیرایی میکنن. تمام این هرم اما بر دوش همین ملت است که آن رو به جلو میبرند. فقط کافیست ما مردم که کم هم نیستیم بر حقوق واقعی خود آگاه باشیم و بدونیم عدالت اجتماعی مربوط به کل جامعه است، نه فقط افراد داخل هرم. اون وقت است که بلند میشیم و هرم رو سرنگون کرده همه رو به زیر میکشیم. عدالت اجتماعی که امروز در ایران ما برقراره اسمش عدالت نیست. باید برای تحقق عدالت اجتماعی اقدامی عملی انجام داد. برای رسیدن به جامعه ای عاری از بی‌عدالتی باید چشم بر روی ارزش‌های اجتماعی بگشاییم و حقیقت رو ببینیم. مردم از بی‌عدالتی‌ها لطمه و آسیب‌های فراوان دیدند و اگر این رویه ادامه پیدا کند، اوضاع ایران و مردمان خارج از هرم بدتر و بدتر خواهد شد. در این میان در حکومت جمهوری اسلامی، جدا از بحث فقر مالی و عدم عدالت اجتماعی در توزیع منابع مالی و خدادادی به طور یکسان برای همه، یک بی‌عدالتی بزرگ دیگه هم به وضوح انجام میشه و آن ناعدالتی و تبعیض در دین، نگرش و عقیده افراده. اختلاف در باور و عقیده دینی زمینه ساز بسیاری از نزاع‌ها و کشمکش‌های خونبار در طول تاریخ بوده و قربانیان بیشماری بر جای گذاشته. از این رو جامعه بین‌الملل به لزوم تهیه و تدوین چارچوب قوانینی که تضمین کننده حقوق تمامی افراد به طور یکسان باشه پی برده. در اعلامیه حقوق بشر به افراد صرف نظر از عقیده، دین، نژاد و سطح طبقاتی صرفاً به عنوان یک انسان نگاه میشه. بسیاری از تراژدی‌های انسانی در طول تاریخ تنها به دلیل توجه برتری عقیدتی یا نژادی روی داده و از این رو الزام به قوانین حقوق بشر که تمام افراد را به طور برابر و یکسان لحاظ میکنه میشه تضمین کننده صلح و امنیت جهان باشه. در بررسی میزان تعهد اجرایی به قوانین حقوق بشر میشه گفت کشور ما و همچنین خاورمیانه همواره بسیار عقب‌تر از کشورهای غربی اروپاییه، اگرچه در کشورهای غربی اروپایی حقوق بشر به طور کامل رعایت نمیشه.
اما دست کم کشورهای اونها صحنه جنگ‌های عقیدتی و تبعیض‌ها، ناعدالتی‌های قومی و مذهبی نیست و کسی به لحاظ داشتن باور و عقیده زندانی، محکوم و اعدام نمیشه. از این رو پیروان ادیان و مذاهب مختلف میتونن با صلح و آرامش در این کشورها در کنار هم زندگی کنن، چون جامعه تحت قوانین حقوق بشری و دولتی سکولار اداره میشه و هیچ گونه برتری قومی و عقیدتی رو به رسمیت نمیشناسه و همه انسانها به طور یکسان در پیشگاه قانون قرار میگیرن. در کشور ما که نظام دینی حاکمه، ناعدالتی و تبعیض بسیاری علیه پیروان سایر ادیان از سوی حکومت اعمال میشه. حکومت جمهوری اسلامی با سختگیری مذهبی خاصی همواره سعی بر اون داشته تا نظام عقیدتی شیعی را مبنای هویت افراد جامعه ایران قرار بده. از این رو حقوق افراد با باورهای غیر از نظام عقیدتی حاکم همواره نادیده گرفته میشه و در حق اون ها بی عدالتی روا داشته میشه. در اصل 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده هر کس حق داره از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره مند باشه. این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، نیایش و به جای آوردن آیین ها، چه به تنهایی چه به صورت جمعی نیز میشه. همچنین اصل 12 قانون اساسی ایران ذکر شده، قانون اساسی جمهوری اسلامی بهتر بگیم، ذکر شده که دین رسمی الابد مذهب شیعه جعفری اثناعشری است و مذاهب دیگه از قبیل حنفی، مالکی، شافعی و زیدی دارای احترام بوده و پیروان اونها در مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی آزادند. اما رفتار حکومت با پیروان ادیان ناقض مواد حقوق بشری بوده و موارد ذکر شده در قانون اساسی همه پیروان ادیان و مذاهب موجود در کشور رو به رسمیت نمیشناسه و حقوق اونها را حمایت نمیکنه. ضمن اینکه حتی قرائتی از مذهب شیعه که متفاوت با قرائت نظام حاکم باشه محکوم و حکم الحاد تلقی میشه. یا به طور مثال در تهران با وجود تعداد قابل توجهی سنی مذهبان، اونها اجازه دایر کردن مسجد رو ندارن برای خودشون. همونطور هر گونه خروج از دین شیعه و گرویدن به باوری دیگر به مجازات مرگ از طرف نظام حاکم روبرو میشه. پیروان آیین بهائی حتی از اجازه تحصیل و کارم محرومن، اصلا از طرف نظام شهروند جامعه ایرانی به حساب نمیان. برخورد رژیم همواره نسبت به پیروان طریقت صوفیگری و دراویش نیز سرکوبگرانه بوده و اخبار دستگیری های دراویش گنابادی و سرکوب طرفدار اونها تا به امروز هم ادامه داشته. اما از این میان افرادی که بیشترین آسیب را از نظر دین حاکم در جامعه ایران دیدن بی خدایان و خردگرایانن. بزرگان خردمند روشنفکر ایرانی مانند زکریای رازی، ابن راوندی، ابن سینا، خیام و تعدادی دیگه همواره در آثار خودشون مردم رو به خردگرایی و پیروی از اخلاق و دوری از تعصبات و خرافات فرا خوندن. در طول تاریخ ایران همواره افرادی که دین و مسئله وجود خدا رو به نقد کشیدن برایشان توسط طبقه حاکم که پشتیبان طبقه روحانیت بودن مجازات هایی بوده و دین به عنوان امری بدیهی و ارثی همواره از نسل به نسل دیگه تحمیل شده. در جامعه امروز ایران نیز که طبقه روحانیت حاکم مطلقه، بیش از نیمی از بودجه کشور صرف تقویت سازمان های دینی حاکم شده و روحانیت شیعی تبدیل به شغلی بسیار پردرآمده شده است. نظام حاکم آمار ایرانیان شیعه مذهب را بیش از 95% ذکر میکنه. ضمن اینکه در این آمارگیری ها تعداد دقیق پیروان سایر ادیان نامشخص و مخدوشه. به جمعیت کثیری از جامعه که خود را از تعلقات مذهبی عاری میدانند اشاره نمیشه، چون اصلا در ایران بیدینی مطابق با الحاد است و حتی بیان بی‌اعتقادی به خدا مجازات مرگ رو در پی داره. از این رو در جامعه ایرانی افرادی که اعتقاد به خدا ندارن اصولا به رسمیت شناخته نمیشن و امکانی برای بیان اندیشه‌های خود ندارن. در یک جامعه با حاکمیت دینی مانند ایران، کودکان بزرگترین قربانی نگاه دین محور نظام حاکمند. در کشورهای پیشرفته دنیا از تحمیل هر دین به عقیده دین و عقیده به کودک تا رسیدن به سن بلوغ خودداری میشه، اما در ایران کودکان از سنین خردسالی تحت آموزش‌های سلیقه‌ای و هدفدار نظام آموزش و پرورش عقیدتی خود قرار میگیرند.
ضمن اینکه تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان در کلاس‌های درس‌های دینی در جامعه امروز ایران مطرح است، اما نکته حائز اهمیت اینه که الغای عقیده و دین به یک کودک که هنوز به رشد عقلی و فکری و قدرت انتخاب دست پیدا نکرده در حکم تجاوز ذهنی به آن کودک است و دست کمی از تجاوز ذهنی نداره. در ایران سیستم آموزش و پرورش که در خدمت ولایت است، تمام سعی و همت خودش رو بر مغزشویی کودکان و الغای حس ترس و عذاب وجدان و نهادینه کردن روحیه سرسپردگی و اطاعت بین و چون و چرا نهاده شده. اینها گوشه ای از بی‌عدالتی اجتماعی در نظام دینی است، نظام جمهوری اسلامی، به امید روزی که تمام مردم و اقوام ایرانی با هر باور و عقیده به طور یکسان و به عنوان یک انسان از جانب یک نظام سکولار مورد حمایت قرار بگیرند و عدالت اجتماعی در تمامی بخش‌ها در بین مردم به معنای واقعی برقرار بشه. ممنون از شما که وقت گذاشتید و من رو گوش کردید. ببخشید اگر طولانی بود. تشکر از شما جناب آقای لطفی عزیز بابت سخنرانی کامل و جامعتون، خیلی زیبا بود. بله، همونجور که فرمودید در سخنرانیتون، متاسفانه جمهوری اسلامی به دو بخش تقسیم کرده بین خودی و غیر خودی، که اون غیر خودی همیشه نقض بوده و خودی ها همیشه استفاده کردن از شرایطشون و امکاناتی که جمهوری اسلامی در اختیارشون باشه. از دوستان و همراهان گرامی اگر در مورد سخنرانی ارائه شده نقطه نظری یا دیدگاهی دارن، خوشحال میشیم که با ما به اشتراک بذارن. تشکر از شما. بیدرنگ میریم به بحث آزاد امروز که در مورد حق برابری و عدم تبعیض است. من یه کوتاه در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر توضیح میدم که البته دوستان همه اطلاعات کامل و جامع دارن، ولی خب لازم میدونم که کوتاه اشاره کنم. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی عضو خانواده بشری است و فارغ از هر نوع جنسیت، عقیده، نژاد و محل تولد از حقوق جهان شمولی برخوردار است و جامعه وظیفه رعایت حقوق و تقویت حقوق شهروندی آنها است. لازم به ذکر است برای داشتن این حقوق نیاز به اجازه هیچ فرد، مقام و هیچ سازمانی نیستیم. حقوق ذاتی و شهروندی در یک اعلامیه جهانی بین‌المللی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده که در ماده 1 و 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر کاملا اشاره شده و همچنین در چند هدف از اهداف 17 گانه سند 23 به عدم تبعیض تاکید میکنه و همچنین عدم تبعیض در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پیش بینی شده که در بند 9 از اصل 3 قانون اساسی، اصل 19، اصل 20 و اصل 21 تاکید بر رعایت برابر و عدم تبعیض داره. اما وقتی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی رو با سند 23 و اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه میکنیم و به تاریخچه 44 ساله حکومت جمهوری اسلامی نگاه میندازیم، همیشه جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی قانون اساسی خودش بوده و رعایت نکرد. به دلیل محدود کردن تمام قوانین و موازین اسلامی، عملا شاهد آزادی فردی و اجتماعی هستیم. به طور مثال میتونم مثال بزنم که نابرابری بین زن و مرد، تبعیض و عدم حقوق برابر بین قشر روحانیت و سایر مردم در همه امور، تبعیض بین اقوام و اقوام ایرانی، عدم رعایت حقوق کودکان، پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان، اهل تسنن، بهائیان و مسیحیان، دراویش و دیگر باورمندان، به ویژه عدم برابری آنها با شیعه 12 امامی اصولی، بسیاری از مواردی است که از نقض حقوق بشر. اما در تمام این 44 سال
تمام افرادی که در مقابل این نابرابری و تبعیض اعتراض کردن چگونه با آنها برخورد شد از طرف جمهوری اسلامی. در این چند ماه اخیر همه، حتی کل جهان، شاهد این بود که چگونه با مردم برخورد شد. مردمی که در مقابل این نابرابری ها و تبعیض ها به خیابون اومدن و تلاش میکنن که مسئله رو به صورت ریشه‌ای و حل کنن. در قبال این حضورشان در خیابون ها مردم هزینه های زیادی هم دادن. کشته شدن جوان ها، کودکانی ما از دست دادیم، تعدادی از عزیزانمون نابینا شدن، نقص عضو شدن و تعداد خیلی زیادی از عزیزانمون در زندان هستن. و حتی افرادی در زندان تلاش کردن به هر وسیله از اعتصاب قضا و غیره که در مقابل این نابرابری و تبعیض ایستادگی کنن، که یکی از خواسته آنها حق برابری و عدم تبعیض است. حال سوال من اینه، چرا جمهوری اسلامی مانع برابری و رفع تبعیض است و از آگاهی مردم هراس داره؟ و سوال بعدی اینی که مردم و قشر عادی جامعه چه وظیفه‌ای در مقابل یکدیگر دارن که این نابرابری ها و تبعیض ها صورت نگیره؟ خوشحال میشم دوستان در بحث آزاد ما شرکت کنند و بتونیم از نظرات و پیشنهادشون استفاده کنیم. جناب آقای ناصری، مایک در اختیار شماست. ممنون آقای خسروپناه. در رابطه با سوالی که فرمودید، ببینید چه سودی میبره جمهوری اسلامی که اصلا مشخصه تو این 40 و چند سال اصلا بحث برابری، بحث عدم تعویض اصلا در تناقض کلن با سیستم جمهوری اسلامی. اگر که جمهوری اسلامی قرار بود رعایت بکنه این بحث برابری رو، که دیگه این همه کشت و کشتار، این همه نقضی که اتفاق افتاده حداقل توی این 40 سال یا حتی قبلترش هم تا پیش نمی اومد. ولی کن خب یه سری اهدافی رو داره دنبال میکنه جمهوری اسلامی دیگه. بالاخره اونم یه پلنی برای خودش داره، همونطور که الان هر اپوزیسیون برای خودشون یه پلنی داره، جمهوری اسلامی هم قاطعا یه پلنی برای خودش داره که داره اینجوری به این شکل داره مخالفانش رو سرکوب میکنه و اونم در واقع بقای خودشه، چون بقاش رو توی این میبینه. اگر قرار بود که این برابری رو یه جورایی توی جامعه لحاظ بکنه، اون چی میگه، اون بنیه خود جمهوری اسلامی که این در واقع پایش بر اون اساس بوده کلا از بین میبره، اصلا ماهیت جمهوری اسلامی از بین میره. بنابراین تمام سعیشون میکنه یه جورایی این نابرابری باشه تا بتونن خودشون رو از یه قشری از جامعه که الان در واقع شده شاید بیشتر از 90% جامعه جدا بکنن. اگر حالا مثل همین کشورهای اروپایی یا بقیه جاهایی که الان شما مثال زدید اگر بود اینجوری باشه، میدیدیم که الان اکثر سیاستمدارا توی خیلی کشورهای همین اروپایی تا موقعی که بر حالا یه سمتی دارن، حالا میشه گفت بر مسند قدرت هستن چون قدرت حساب نمیشه اینجا، یه مسئولیتی دارن و دارن یه مسئولیتی رو انجام میدن، خب حالا یه تفاوتای مسلمت با بقیه مردم داره. ولی وقتی مسئولیتشون تموم میشه، حالا هر کی که میخواد باشه دیگه، از مرکل فکر نمی‌کنم بالاتر الان توی اروپا وجود داشته باشه که حالا صدر اعظم بوده و این همه سال هم خدمت کرده به مردم، یا بقیه حالا مسئولین، وقتی اون مسئولیتش تمام میشه میبینیم که با بقیه مردم برابر میشه. واقعا نمیتونی تفاوتی قائل بشی بین یک نفری که قبلا حالا چه میدونم شهردار یه شهر خیلی بزرگ بوده با بقیه مردمی که الان توی کوچه خیابون دارن حالا زندگی میکنن. همون شخص همون در واقع منافع میبره که من آدم عادی توی اروپا دارم میبرم، یعنی هیچ تفاوتی نداره، همه با هم برابریم. ولی خب جمهوری اسلامی نمیخواد این باشه، میخواد اون شخصی که یه مسئولیتی حتی اگه شده یک سال نماینده مجلس باشه، اون رانتی که در واقع میبره توی این یک سال یه جورایی تا آخر عمرش خودش رو سوای از مردم میدونه. چیزی که جمهوری اسلامی همیشه خواسته اینو و فکر نمی‌کنم تا موقعی که باشه این برابری بیاد توی سطح جامعه‌مون،
آقای لطفی هم در واقع اشاره کرد به این بحث عدم برابری و ناعدالتی. من خیلی اتفاقا دوست داشتم حالا بعد سخنرانی ایشون صحبت کنم، ولی گذاشتم توی بحث آزاد در موردش صحبت بشه که حالا فرمودن توی نظام جمهوری اسلامی ایران این ناعدالتی هست و کی میخواد از بین بره. من میخوام بگم واقعا تا موقعی که جمهوری اسلامی هست این ناعدالتی از بین نمیره و وجود داره تا روزی که ریشهشون در واقع نابود بشه و تمام در واقع ما فکرمون رو باید بذاریم برای فردای آزادی، برای بعد از جمهوری اسلامی، که اون موقع بشینیم پلن بچینیم که فردای جمهوری اسلامی چجوری باید برنامه‌ریزی بکنیم که این اشتباهاتی که بعد از 57 اتفاق افتاد دیگه بعد از این انقلاب پیشرومون دیگه اتفاق نیفته و بتونیم یک دولت مردمی واقعا سر کار بیاد که دغدغه‌شون واقعا عدالت اجتماعی و برابری مردم باشه. من صحبتام اونجا کوتاه میکنم، بقیه دوستان خوشحال میشن بیان در رابطه با بحث این هم عدالت اجتماعی هم بحث آزادمون که بحث عدم تعویض از نظرشون رو بیان میکنم. مرسی از شما آقای خسروپناه. مایک آزاد. تشکر از شما جناب ناصری. بله، همونجور که فرمودید در ایران متاسفانه جایگاه و پست‌ها عوض میشه، افراد همیشه در اون پست‌ها چرخش هست ولی جابجا میشن، ولی پست رو ترک نمیکنن متاسفانه به عنوان شهروند عادی بشن. تشکر از شما جناب آقای شایگان، خوشحال میشم. مایک در اختیار شماست. درود و عرض ادب خدمت همکاران و خسته نباشید از شما و دیگر عزیزان که امروز قبول زحمت کردید. در مورد بحث آزاد، اول من میخوام راجع به آقای ناصری که صحبت کردن یه اصلاحیه کوچیک بزنم و صحبت های ایشون، باشون کاملا موافقم، به غیر از اون بخشی که گفتن اگر جمهوری اسلامی از بین نره این شرایط همچنان باقی خواهد. ببینید هیچ فرق نمی کنه جمهوری اسلامی بره، ولی ما همچنان همون ناآگاهی رو داشته باشیم، باز هم دولت بعدی سوار ما خواهد شد. اینو ببخشید انقدر جوک میگم چون به همین وضوح هست. اگر جامعه آگاه نباشه، هر دولتی، حتی اگر دولت سوئیس رو هم بیاریم، دولت سوئد رو هم بیاریم تو ایران در مسند کار بنشونیم، باز هم سوار می‌خواهند شد. بنابراین آگاهی خودمون خیلی مهمه تا اینکه دولتمون چه نوع دولتی خواهد بود. این از این موضوع. موضوعی هم که آقای خسروپناه گفتن، ببینید باید یه ذره برگردیم به عقب که اصلا ببینیم که آخوند چی بوده و کی بوده و اصلا الان کجا نشسته. خب حالا خیلی ها در مورد رژیم پهلوی، مخصوصا پهلوی اول رضا شاه، بد میگن، خیلی ها خوب میگن، ولی یه موضوعی رو باید در نظر بگیریم. ببینید من اینو جا دارم پرانتز باز میکنم. خب تا قبل از رژیم پهلوی اول آخوند توی دربار قاجار یا اصلا تو جامعه ایران تقریبا همه کاره بود. کسی که اختلافی داشت با همسایه، با همسر، میخواد طلاق بگیره، پیش آخون میره. اختلاف داشت، پیش آخون میره. ازدواج بکنه، پیش آخون میره. اسم فرزندش رو میخواست انتخاب کنه، پیش آخون میره. یعنی تمام امورات جامعه رو آخون انجام میداد. در واقع یک دولت سایه بود. اما با وجود به وجود اومدن دولت پهلوی اول و استقرار دادگستری و ثبت احوال و چه میدونم خیلی مسائل دیگه، تقریبا آخون خونه نشین شد و فقط شد روزخون. به اصطلاح خودمون میگه روزخون پنجزاری، پنج ریالی. واسه همین هم هست که انقدر متنفرن این آخوندها از رضا شاه، چون که در دکون اینا رو بسته بود. اینا هم تا زمانی یعنی هر نه حالا آخوند کلن هر رهبر دینی در واقع مذهبی تا زمانی کار داره، شغل داره، درآمد داره که بتونه مردم رو گمراه کنه، خرافات رو بپروراند به قول معروف. به هر حال باید اینو در نظر داشته باشیم که آخون با خرافات خودش میگه دیگه، میگه آقا این اسلام و محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، اسلام رو هم رو که آخون زنده نگه داشته. یعنی اگر خرافاتی که به خورد مردم میدن تحویل مردم ندن، مردم نپذیرنش،
چیزی به اسم آخوند نخواهد بود. من صحبتم رو قطع میکنم، دیگر دوستان صحبت کنم. ممنون. تشکر از شما جناب شایگان. بله همونطور که فرمودید، بله البته ما تو یکی از سوالام اینو عنوان کردم، مردم هم یه وظیفه‌ای در قبال همدیگه در برابر این برابری و تبعیض دارن که شما اشاره کردید بهشون، که باید هر دین و حکومتی که باشه باید مردم هم در قبال هم یه وظیفه‌ای دارن. خیلی خوبه که مردم به اون آگاهی برسن و بتونن اونو رعایت کنن در حق همدیگه. جناب آقای ناصری. بفرمایید. آقای لطفی قبل از من بودن. ببخشید آقای لطفی. پس با اجازه شما آقای لطفی ببخشید. آقا فرقی نمی کرد. خواهش می‌کنم. نه خواهش می‌کنم. خب یکی از دلایل این که فکر می‌کنم بگیم مطمئنیم دیگه، الان چه اتفاقاتی ظرف این پنج ماه گذشته در جمهوری اسلامی افتاده به دلیل بالا رفتن سطح آگاهی نسل زد ماست، به دلیل داشتن دسترسی به اینترنت و فضای مجازی و ارتباط بهتر با دنیای بیرون. به قول خدا بمرز سارینا عزیز میگفت چرا ما باید این شرایط اون باشه، و وقتی خودمون مقایسه میکنیم با یه جوان مثلا توی آمریکا، این استرس و این چیزایی که ما داریم و اونا نباید داشته باشن، این آسایش و آرامش که اونا دارن و ما چرا نداریم. خب اینا به این آگاهی رسیدن و دولت جمهوری اسلامی از همین آگاهیه میترسید که یه روزی سرش هوار بشه و اون اتفاق افتاد و اون نسلی که آگاه شد این حرکت رو آغاز کرده و سر خوابیدنم نداره تا به انتهاش هم میره تا سرنگونش میکنه. یه وظیفه‌ای هم که ما مردم نسبت به هم داریم، مخصوصا ما فعالین حقوق بشر، چون یک سری اطلاعات رو ما داریم و طبیعتا نسبت به افرادی که شاید دسترسی بهش ندارن، شاید مثل قبل گذشته ما دنبالش نرفتیم، پیگیری نکردیم و بررسی نکردیم، مطالعه نکردیم در موردش، و اینها باعث میشه که مایی که این اطلاعات رو الان به دست آوردیم، وظیفه ماست که به دیگران همین اطلاعات رو بدیم و اونها رو آگاه کنیم. و این آگاهی یک در سطح جامعه هست که بیشتر بشه، به قول دوست عزیز اونها شایگان، تو دولت بعدی هم ما این آگاهی رو داریم و با این دید و آگاهی بهتر میتونیم دولتی رو به سر کار بیاریم، انتخابی رو داشته باشیم که انتخاب درستی باشه و بتونیم اون عدالت اجتماعی، اون نقص‌ها و اون حقوق بشری که واقعا ازش داره صحبت میشه رو بتونیم کامل اجرا کنه، رعایت کنه و اون سطح طبقاتی و اون به نوعی حقوق شهروندی هر شخص به عنوان یک فرد، فرق نمی‌کنه چه قومیتی داشته باشه، در کجای ایران واقع شده باشه، اون محرومیت کلاً از بین بره. اینها همه حاصل نمیشه مگر با آگاهی دادن نسبت به اونی که داره، به اونی که نداره آگاهی بده و تو تمام زمینه ها. ممنون از وقتی که به من دادیم. بله دقیقاً جناب لطفی، دقیقاً موضوع خوبی رو اشاره کردید. این آگاهی که ما فعالین حقوق بشر این زنجیره رو ادامه بدیم و افرادی که دسترسی و اطلاعی از این آگاهی ندارن بهشون انتقال بدیم و کمکی بکنیم به این هدف که این زنجیره کامل بشه و تمام جامعه ایران از حق طلبیشون آگاه باشن و از حقوق بشر اطلاع بشن. جناب آقای ناصری، باک در اختیار شماست، بفرمایید. درود مجدد. در رابطه با بحث آگاهیه، این آقای شایگان، آقای لطفی عزیز، به خدا دیگه مردم ما آگاه شدن دیگه، به نظر من بس. واقعا سالیان سال داریم میگیم، البته حالا انقدر ما حالا فعال حقوق بشر حالا سابقه آنچنانی نداریم، ولی تو همین سه سال آخری که حالا من دارم یه جورایی بودم تو این سیستم و شنیدم، بیشتر دارم اخبار رو دنبال میکنم. قبلش واقعا نداشتم، واقعا خودم به شخصه قبل از که وارد کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بشم، آگاهیم خیلی پایین بود و اصلا هیچ اطلاعی از دوروبرم نداشتم. ولی توی این سه سال گذشته واقعا خیلی چیزا رو من فهمیدم و الان به جایی رسیدم که مطمئنم
مردم ایران الان به اون سطح از آگاهی رسیدن و درک و شعور رسیدن که فردای آزادی دیگه ما مشکلی نداشته باشیم. یعنی من واقعا فکر نمی کنم کوچکترین مشکلی بعد از این انقلاب ما برای دولت بعدیمون داشته باشیم که چه کسایی میان با چه طرز فکری، چه کسایی رو ما میخوایم انتخاب کنیم. چند روز پیش، دو روز پیش بود دیگه، صحبت‌های شاهزاده و مسیح علی‌نژاد و آقای اسماعیلیون رو دیدیم. فکر میکنم خیلی از بچه ها فکر کنم دیدن اون صحبت‌ها، اون بیانیه که صادر شد، اون صحبت‌هایی که اونجا شد. ببینید یه تفاوتی الان داره نسبت به حالا اتفاقات و خیزش‌هایی که قبلا اتفاق افتاده. این بار اپوزیسیون یه جورایی بیشتر از گذشته با هم متحد شدن و به نظر من حالا یکی از دلیلش بالا رفتن سطح آگاهی مردمه. یعنی دیدن مردم آگاه شدن و میفهمن که دیگه واقعا چیزی به عنوان سلطنت طلب و مجاهد و نمیدونم حزب توده و و و بقیه احزاب اصلا نداریم. همه اپوزیسیون‌ها الان یه جورایی با هم متحد شدن، اختلاف نظرهاشون رو کنار گذاشتن، هر کس با هر دیدگاهی که داره کنار گذاشتن و همه و همه دارن فعلا به یه هدف، یعنی با یک هدف صحبت میکنن و میخوان به یه هدف برسن و اونم عبور از جمهوری اسلامی. فعلا همه تمرکزشون رو گذاشتن بر این اساس و دلیلش هم به نظر من همینه. یعنی مطمئن شدن که مردم ایران به اون سطح از آگاهی رسیدن که وقتی که از جمهوری اسلامی ایران گذر کنن، خودشون میتونن برای خودشون یه آینده‌ای روشن، یک دولت دموکرات، یک مسئولین دلسوز برای کشورشون انتخاب کنن و دیگه مشکلات واقعا اون دوران گذشته گریبانمون رو نمیگیره. به نظر من رسیدیم به اون سطح. حالا نظر بقیه دوستان هم میشنویم. من مایکو فعلا آزاد میکنم آقای خسروپناه. تشکر از شما جناب ناصری. بله همونطور که فرمودید ما رسیدیم به این آگاهی. خیلی از، یعنی درصد بالایی از جامعه ایران الان آگاهی داره، ولی متاسفانه یک سری افراد تو جامعه هستن که رسانه دروغین جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن. ما تلاشمون باید رو اون افراد باشه که اونا رو با خودمون همراه کنیم و با قشر بزرگ مردم همراه کنیم که آگاهی رسانی کنیم. تشکر از شما. در اختیار مایک، در اختیار آقای صدرا مجیب یزدانی، بفرمایید. قربان. سلام، درود، خسته نباشید به همگی عزیزان. با توجه به صحبت‌های خوب آقای ناصفی، آقای شایگان و لطفی، من همه خب بحث آزاد همینه که همه با هم ابراز عقیده می‌کنیم و ازش یه چکیده می‌گیریم. تمام صحبت های عزیز رو من تایید میکنم و یه اشاره ریز دیگه دنبال حرف آقای شایگان میام. یک بخش بزرگی از جامعه آقای ناصری درسته متوجه شدن، آگاهیشون رو به دست آوردن، ولی همگانی نیست. من هیچ وقت یادم نمیره از قدیم بزرگا همیشه میگفتم یک میوه اگه کامل پخته نشه شما اصلا نمیتونی از اون ثمره‌ای ببرید. و امروز با گذشت این 5 ماه ما میفهمیم که واقعا این میوه به پختگی رسیده، ولی ما نیاز باز به آگاهی رسانی داریم، چون یک قشر ریزی هستن هنوز که هدف اول و آخر همون جمهوری اسلامی بودن، نسل هایی که به وجود آوردن. حالا این پروپاگاندا و تبلیغه، ولی ما باز میبینیم یه پلاگارد روش نوشته که دلار 44 میلیون هم بشه میایم، تظاهرات میایم برای 22 بهمن. پس هنوز یک قشری هستن که عدم آگاهی دارن و این سیستمی بوده که آقای خامنه‌ای توی 33 سال روش کار کرده و الان داره نتیجه‌اش رو می‌گیره. ولی من باز امیدوارم که این میوه رسیدمون پخته تر بشه و بتونیم با آگاهی رساندن بیشتر به بقیه عزیزان بتونیم هم به خودمون هم به کشورمون خدمت کنیم. مرسی که مایکو در اختیار من قرار دادید. ممنون. تشکر از شما جناب عزیز. بله همونجور که فرمودید واسه یادگیری و آگاهی هر چقدر تلاش کنیم فکر میکنم کم باشه.
دوست عزیز بعدی اونجا آقای طائف، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. درود به همکاران عزیز و خسته نباشید. در مورد بحث آزاد که حالا عدالت اجتماعی و عدم تبعیض، جناب ناصری یه جای فرمودن که فردای ایران آزاد باید ببینیم که چی کار باید بکنیم، ولی به نظر من از الان باید ببینیم که چی کار میخواییم بکنیم. باید از الان دیگه تو این 44 سال به حد کافی از جفاهایی که بر ما شده از طرف جمهوری اسلامی از نظر عدالت اجتماعی، تبعیض، از نظر فرهنگ، زیرساخت به حد کافی اینا رو صحبت کردیم. به نظر من الان هم آگاهی رسانی باید بکنیم، همین که ببینیم که فردای ایران آزاد چیکار ما باید بکنیم. یعنی بحثای نه تنها فقط تو کانون ما، اکثریت بحثا الان باید دیگه بره به این سمت، چون مطمئنا جمهوری اسلامی رفتنیه، مطمئنا این دیکتاتوری به زیر خواهد کشیده. و اینکه یه طرف قضیه هم مسئولیت پذیری خود جامعه است، یعنی تک تک افراد جامعه باید مسئولیت پذیر باشن. اینکه جامعه به آگاهی رسیده درسته، ولی بخشی از جامعه توهم این رو داره که آگاهه، ولی واقعا ناآگاهه. باید تک تک اعضای جامعه به این مهم برسن که باید مطالعه کنن. فقط مثلا تو این دور زمانه تو اینستا گشتن و اخبار رو دنبال کردن مطمئنا این آگاهی رو نمیده، چون خبرها ما رو به هر سمت و سویی که خودشون میخوان میکشن. در رابطه با همین کنفرانس دو روز پیش که جناب ناصری گفتن، خیلی خوب بود، خیلی ها مثبت ارزیابی کردن، ولی بعضی خبرگزاری ها الان دارن به این سمت و سو میدن. خیلی ها که 4-5 نفر مثلا شاهزاده رو مجاب کردن که بیان، اینا بی وطنن، اون با وطنه، نمیدونم، خیلی بحثا، چون بالاخره همه پشت سر اینا صحبت میکنن. اینکه من فقط بشینم این خبرها رو دنبال کنم، یه چیزایی میدونم میبینم، ولی مطمئنا آگاه نمیشن. به هر سمت و سویی که یه لحظه احساسی عمل کنم و ببینم، میگم بله من طرفدار ایشونم، نه ایشون خیلی خوب حرف زد، من طرفدار ایشونم. مثلا خانم گلشیفته فراهانی یه بیانیه خوبی داد، گفت ما هنرمندیم، ما صدای شما هستیم، ما خیلی خوشم اومد. ولی این که این خانومی که از سیاست خبری نداره و فقط هنرمند خودش هم میگه ما صدای مردمی، فردا میخواد بشینه یه منشوری بنویسه تو یک جمعی که سیاستمدار باید باشن، این چطوری میتونه یه منشور رو بنویسه؟ و منی که ناآگاهم فقط از صحبت کردن ایشون خوشم نمیاد، میگم بله خیلی خوبه، ما طرفدارشیم، بره یه منشور برای من بنویسه. و فردای ایران آزاد میبینیم که یه قانونی اومد که دوباره این عدالته نیست، دوباره تبعیض وجود داره. تو یه بحثی که تو اکثرا تو فرانکفورت هست، چون نمیدونم میدونید یا نه، تو فرانکفورت مرکز اکثرا کمونیست هست، چپ هست، مخصوصا کمونیست کارگری، از اولین روزی که این انقلاب شروع شده حرفشون چی بوده؟ که بذاریم جمهوری اسلامی بره، بعد تصمیم بگیریم ببینیم که چی باید بکنیم. ولی خب من خودم کاملا مخالف این چیز، این صرفه. چرا؟ چون این یه چیز پاراللِه، موازیه. وقتی ما یه چیز رو میخواییم بره، باید یه چیزی رو جایگزین کنیم، و برای جایگزین کردن این شی، انسان، دولت، هر چیزی باید از الان آمادش کنیم. خب فردا بخواد جمهوری اسلامی بره یک بعد تصمیم بگیریم، دوباره میشه سال 57، یکی رو از ماه میارن میذارن اونجا، میگن بفرمایید اینم مال شما. ما باید مطالعه کنیم، و تو این کنفرانس هایی که الان مثلا ما اینجا میذاریم تو همه خبرگزاری رنگ هست، یه مطالعه‌ای بکنیم، بعد بریم در رابطه با اون صحبت کنیم. فقط بخوایم حرفای خبرگزاری ها رو انعکاس بدیم و سمت و سوی اونا رو بگیریم، مطمئنا ما ناآگاهیم، و همون میشه چی؟ همون میشه توهم این که ما آگاهی داریم، و خیلی احساسی، خیلی محکم میریم جلو، مثل سال 57 که همشون فکر میکردن آگاهن، خیلی احساسی اومدن با تفنگ و فلان و بعد شعار دادن و اومدن یه رژیمی رو عوض کردن، بعد دیدن که اصلا آگاهی نداشتن، اینا فقط تو توهم این بودن که آگاه بودن. مرسی از اینکه ما رو اختیار گذاشتید. تشکر از شما جناب آقای طائف. بله همونطور که فرمودید، جمهوری اسلامی با خودی خود، یعنی با پای خودش نمیره، باید با مطالبه گری و زور و به قول معروف آگاهی مردم باشه. همکار گرامی سرکار خانم کیمیا، مایک در اختیار شماست، بفرمایید.
ممنون. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران. مرسی که این فرصت رو به من دادین. در پیرو صحبت‌های آقای ناصری می‌خواستم یه موضوع رو اضافه بکنم، اینکه در این دوره ما الان میتونیم بگیم که تو نقطه هستیم که کاملا دانش آموزامون، دانشجوامون و قشر جوانمون کاملا آگاهی دارن. شاید اگر سال 57 بود این احتمال میشد داد که این ناآگاهی وجود داره، به خاطر اینکه اینترنت نبود و خیلی ها از حق و حقوق خودشون که توی اعلامیه جهانی حقوق بشر هست اون موادی که هست خب با خبر نبودن و اصلا نمیدونستن در راستای چی دارن میان بیرون و دارن این تظاهرات رو میکنن. ولی الان توی جایگاهی هستیم که در واقع الان دانشجوها که توی خط مقدم این داستان هستن با آگاهی کامل و در واقع میدونن خواسته هاشون چی هست، از کیفیت تحصیلشون درباره مشاغلی که میخوان و نمیتونن توی ایران داشته باشن. از اون طرف ما دانش آموزا رو میبینیم که حتی من یادم میاد توی دوره خودم ما اجازه این که بخوایم از حق خودمون دفاع بکنیم و روی خواسته های خودمون بیستیم توی مدرسه رو نداشتیم و الان چقدر شجاعانه وایسادن برای این حقشون و کوتاه هم نمیان و این رو ما کامل میتونیم احساس بکنیم توی بخش در واقع زدمون، بخش جوونا و نوجوونامون. مسئله دیگه که میخواستم بگم این هستش که وقتی که ما به عنوان فعالان حقوق بشر این آگاهی رو در واقع بدیم و این رو اعلام بکنیم، نه تنها کسایی که توی ایران هستن بلکه کسایی که خارج از کشورم هستن میدونن که ایران اولین کشوری بوده که در واقع منشور دانش اعلامیه جهانی و در واقع منشور دانش رو نوشته و ما باید این رو آشکارش کنیم و ما باید در واقع اعلام بکنیم که خواسته های مردم این بوده و در واقع الان حکومت داره کاری میکنه که مردم از خواسته هاشون جدا بشن و اون در واقع حقی رو که باید داشته باشن واسه زندگی و آزادی و حق اجتماعی رو در واقع ندارن. این دوتا موردی بود که میخواستم به اشتراک بذارم. مرسی که به صحبتهای من گوش دادید. تشکر از شما سرکار خانم کیمیا، ممنون از اینکه نقطه نظراتون رو با ما به اشتراک گذاشتید، خیلی ممنون. دوست همکار گرامی جناب آقای لطفی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. بله، ممنون از وقت مجددی که به من دادید. یه نکته رو من به ذهنم رسید، حالا دوست دارم دوستان هم در این مورد نظرشون رو اعلام کنن، و اینکه خب ما تو فضای مجازی، حالا قبل از این اتفاقی که 21 افتاد، یعنی دو روز گذشته افتاد، خیلی صحبت میشد، افراد شعرهای متفاوتی میمادن، مثلا حامد اسماعیلیون بود، مسیح علی نژاد، هر کدوم در موردشون نظرهایی رو مردم به اشتراک میذاشتن با هم دیگه، حالا خوبیاشون و بدیاشون و نقاط ضعفشون و مشکلاتی که داشتن و طرز دیدگاهاشون رو معمولا حالا از گروه های دیگه، یا خود من به شخصه مثلا خب طرفدار که نمیشه گفت، آقای اسماعیلیون رو تا یه جایی خوب میدونستم، یه جایی به بعد یه رفتاری دیدم، یه سری چیزها شنیدم، خب نظرم یه مقدار برگشت. وقتی شروع میکنی از اون آدم ها صحبت کردن و نوشتن و نظرت رو دادن، یه سری میگن خب نکن، نمیدونم اشتباه، به اعتقاد لطمه میزنی، بذار حالا صبر کن، بذار رد شیم. ولی به نظر من، حالا نظر منه، در حین این که ما داریم این مسیر رو طی میکنیم تا میرسیم به اون نقطه‌ای که باید برسیم، باید آگاهیمون رو هم نسبت به افرادی که فعلا نمیتونیم بگیم آلترناتیو ما هستن و در آینده ما میخوایم رو اینها حساب کنیم، نه، ولی خب میخوایم بهشون، حالا بالاخره اعتماد داریم دیگه، باید چهره واقعیشون رو، خوشبختانه دنیای امروز دنیاییه که به راحتی از طریق اینترنت میتونی همه اطلاعات یک شخص رو بکشی بیرون، یعنی واقعا هیچکی نمیتونه خودش رو پنهان کنه از مسائلی که داره، و به نظر من این اطلاع رسانی و آگاهی دادنه توی این مسیر میتونه بهتر عمل کنه، با اینکه هیچکی هیچ حرفی نزن، اطلاعی نده، تا بخواد این مسیر رد شه، بعد اونجا وقتی میرسی یه چیزی میبینی که ممکنه اون
درستش نباشه. این هم هستش، این موضوع هم هست. حالا اگه دوستان در این مورد هم بخوان بتونن نظری بدن حتما خوبه، ممنون میشم بشنوم که نظرشون اصلا در این مورد چی هست، این اطلاع رسانی و این شفاف سازی نسبت به آدم ها درسته یا نه. ممنون. تشکر از شما جناب لطفی. بله، خب ما در مورد شخصیت های این جمع فرمودید، خب ما خیلی شخصیت های معروف و واقعا کاربلد میتونم بگم تو دانشگاه های ایران، تو سیستم ایران داریم که شناخته شده نیستن، یعنی نمیذارن که حکومت جمهوری اسلامی نمیذارن شناخته بشه. واقعا بعد جمهوری اسلامی میتونن این شخص ها، این شخصیت ها به ما کمک کنن بعد گذر از جمهوری اسلامی. دوست گرامی جناب آقای ناصری بفرم، مایک در اختیار شماست. در رابطه با سوالتون آقای لطفی عزیز، خب مسلماً این چند نفری که الان اومدن صحبت کردن هیچ کدومشون حالا به غیر از شاهزاده یا خانم عبادی سابقه حالا سیاسی آنچنان حالا دیرینه‌ای ندارن و خیلی شاید من خودم به شخصه باب میل من نباشن هیچ کدومشون، ولی کن خب یه جورای تمرین دموکراسیه دیگه. همیشه ما خودمونم میگیم اینجا توی قانون دفاع از حقوق بشر تمرین دموکراسی داریم میکنیم دیگه، اونا هم باید بیان نظرشونو بگن و یکی از صحبتاشون در واقع این بود که فردای آزادی همه احزاب، حالا مثلا حزب یه نفر فرض کنیم، یک نفر اصلا بیاد با یک عقیده، همه احزاب آزاد باشن نظرشونو بیان کنن، مردم با وجود این حالا اطلاعات آزادی که الان وجود داره، اینترنتی که وجود داره، اطلاع رسانی که داره میشه، مردم تصمیم بگیرن که حالا به کدوم سمت و سو برن، اصلا چی میخوان مردم، جمهوری میخوان، سلطنت میخوان، اصلا کمونیسم میخوان، چی میخوان مردم، مردم خودشون تصمیم بگیرن برای خودشون. خب میشه بزرگترین وظیفه آخه میشه وظیفه آگاهی رسانی، که این آگاهی رسانی از کجا میاد؟ از همین شبکه‌های اجتماعی میاد، از رادیو تلویزیون میاد، رادیو تلویزیون البته آزاد، نه این رادیو تلویزیونی که الان ما داریم، یا حتی یه سری رادیو تلویزیونی که الان خارج از ایرانن و اونا هم هر کدومشون دارن یه خط مشی رو دنبال میکنن. وقتی ولی رادیو تلویزیون آزاد باشه، اطلاعات آزاد باشه، خب هر کسی میتونه اون تصمیم رو درست رو بگیره و همینطور هم که شما فرمودید واقعا چیزی برای قایم کردن اصلا وجود نداره توی این دنیای آزادی که الان داریم. هر کس با هر سابقه ای داشته باشه، کوچکترین کاری انجام داده باشه توی چندین سال گذشته همش مشخصه و هر کسی هر تصمیمی بگیره قاعدتا آگاهانه و از عاقلانه میتونه تصمیم بگیره و نه از روی ناآگاهیش. و فقط وظیفه‌مون اینه که ما اگر جایی نقطه ضعفی چیزی ببینیم اونو به گوش بقیه برسونیم، به گوش حالا کسانی که خیلی آگاهی ندارن برسونیم، بگیم که این شخص این نقاط قوت داره، این نقاط ضعف رو داره، حالا تصمیم با شما، شما میخواید به سلیقتون میخوره، فکر میکنید این شخص مفیده فردا یا نه. هر کس میتونه برای خودش تصمیم بگیره. مرسی از شما. مایک آزاد آقای خسرو. تشکر از شما جناب ناصری. بله همونطور که فرمودید انتخاب شخصیه، یعنی هر شخص در زمان مقررش که برسه باید نسبت به شناخت‌هایی که پیدا کرده با این مدیاهایی که در اختیارش هست اون انتخاب رو انجام بده. همکار گرامی خوشحال میشیم، آقای پوریا فرجی، مایک در اختیار شماست. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. تمام صحبت‌هایی که شما عزیزان کردید کاملا درسته، فقط یه نظری که به شخص خود من دارم این که ببینید ما الان تو جامعهمون همه آگاهی داریم، نمیگم همه ولی اکثرا دارن آگاهی ها، و متاسفانه خیلی از افراد درون جامعه مثل جمهوری اسلامی آگاهانه حق همو پایمال میکنن. یعنی این نیست که بگیم جمهوری اسلامی فقط در این کار رو میکنه، خود مردم هم این کار رو در حق هم میکنن و اینم دلیلش هم باز خودش ریشهش میشه جمهوری اسلامی، خاطر اینکه ما مردم جامعه ایران اینطوری شکلشون داده و به این سیستم وابستش کرده که بتونن
خودشون اینطوری بالا بکشن و از اون قشر فقیر و پایین جامعه جدا کنن. و نظر من اینه که ما باید توی زمینه اینکه خودمون کار کنیم، از این حالت منفعت طلبیمون خارج بشیم. این خیلی کمک میکنه، چون ما اگه آگاهی داشته باشیم ولی منفعت طلب باشیم و فقط فکر خودمون باشیم، با فردای پس از جمهوری اسلامی هم بهترین شخص و حکومت هم که بیاد باز دچار همین نقص ها و شاهد همین تبعیض ها خواهیم بود. پس ما اول بر رو خودمون کار کنیم. و در مورد سوال آقای لطفی هم، من خودم به شخص نظر شخصی می تمومه این اشخاصی که نام بردن، من به شخص مورد یعنی من بهشون اعتماد ندارم و من ترجیح میدم اون شخصی که الان کار بلده و در داخل ایرانه و با آگاهی به این که چه اتفاقاتی ممکنه براش بیفته و الان در داخل زندان اوین قرار داره، من ترجیح میدم به اون شخص رأی بدم. اون شخص برای من قابل اعتمادتره تا شخصی که سالها خارج از کشور زندگی کرده و دور از وطن، جانش هم در خطر نیست و میگه شد شد میام وایمیسم بالا سر ایران، نشدم نشد. من شخصا، من کسی که داخل ایرانه و انسان کاربلد شایسته است و دل سوزانه الان داخل زندان اوین قرار داده و من به اون اعتماد بیشتری دارم. ممنون از اینکه ما که در اختیار من قرار دادید. تشکر از شما جناب آقای فرجی. خیلی مقدم میگم جناب آقای شفایی در جمع ما حضور دارن و در تکمیل صحبت‌های شما، دقیقا ما همین آگاهی رو باید داشته باشیم و انتقال بدیم و طبق صحبت‌های شما افرادی شایسته واقعا همونطور که دوستان فرمودن در ایران هست که شرایط ایران رو با گوشت و پوستشون حس کردن. تشکر از شما. دوست و همکار گرامی جناب آقای شایگان، مایک در اختیار شماست، بفرم. بله، درود مجدد خدمت همه همکاران عزیز و سپاس از اینکه وقت رو در اختیار من گذاشتید. من ابتدا یک پاسخ کوچیک به این صحبت‌های همین آقای فرجی و آقای لطفی بدم که اصلا ما اگه قراره ما به فردی رأی بدیم، ببینیم تا زمانی که ما این مدلی نگاه کنیم، نگاهمون فردگرایانه باشه، به مشکل خواهیم خورد. ببینید وقتی یک سیستم، ما باید سیستم محور باشیم، سیستم هم متناسب بر قوانین و اون قانون اساسی مدون و کاملی است که تدوین باید بشه. اینو احزاب و گروه‌های مختلف هر کدوم به هر حال به نوبه خودشون قانون اساسی رو تدوین خواهند کرد، به اشتراک خواهند گذاشت، معایبش و مزایاش رو بررسی خواهند کرد دیگر گروه‌ها و صاحب نظران و در پایان به چند گزینه خواهد رسید. این گزینه‌ها رو در اختیار مردم قرار خواهند داد، مردم اینا رو خواهند خوند با توجه به اطلاعاتی که دارن، آگاهی که دارن، به یک مدلی از این قانون اساسی رأی خواهند داد. این قانون اساسی است که سیستم رو تعریف خواهد کرد. حالا فرق نمی‌کنه هر مدل سیستمی، حتی سیستم کمونیستی. بنابراین فکر می‌کنم اصلا نام بردن از افراد اشتباه است. حالا چه داخل ایران باشن، چه خارج از ایران باشن، تا زمانی که سیستم متعون و جامعی رو، برنامه‌ای رو در واقع ارائه ندن، هیچ فایده نداره. این یک موضوع. بحث آزاد هم که حق برابری است. ما متاسفانه در ایران دیروز حالتی تو یک کمیته دیگه هم این بحث شد که تو جمهوری اسلامی ما یک موضوعی رو داره میبینیم که بعضی ها برابرن، بعضی ها برابرترن و قشر عظیمی هم که اصلا هیچ حقی ندارن. حالا این حق حتی در مورد بعضی متاسفانه از هموطنان در مورد حق شناسنامه داشتن رو هم ندارن، حالا چه برسه به سایر مسائل. متاسفانه وجود داره و حالا که این موضوع بخواد حل بشه، این معضل بزرگ بخواد حل بشه که واقعا همه با هم برابر، زن مرد فارغ از هر دین و نژاد و زبان و باوری، همه از یک حقوقی برخوردار باشن در ایران، امیدواریم که به اون روز من بتونم ببینم، حتی اول من خودم بتونم ببینم این روز. و
به هر حال ممنونم که وقت در اختیار من گذاشتید. تشکر از شما جناب آقای شایگان. بله همونطور آرزوی همه هست که این روز و برابری و عدم تبعیض و همونجور که موضوع بحثمون هست ببینن و اون شخص محوری رو اصلا بهش نگاهی نداشته باشن. همکار گرامی جناب آقای دادخواه، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. درود مجدد خدمت شما عزیزان. عرض کنم در رابطه با نشست دانشگاه جورجتاون اگه بخوایم صحبت کنیم، به نظر من این سیستم تکمیاوری که قبلا بود باید از این حالت خارج بشه و این نشست زمانی به نتیجه میرسه که واقعا تکثر گرا باشه، یعنی از همه رنگ ها، نژادها، قوم ها، مذاهب، از هر رنگی باشه. ببینید اشتباهی که جمهوری اسلامی ایران مرتکب شد سر همین قضیه بود که توی ایران شهروند درجه یک و درجه دو تشکیل داده بود و این اپوزیسیون امیدوارم این نشست ها جوری تشکیل بشه که از همه رنگ ها و طیف ها و طرز فکر ها داخلش باشه. حالا شاید طرز فکری باشه که بعضی قبول نداشته باشن، اما در هر صورت همه طرز فکر ها طرفدار خودشون رو دارن و اگه از همه طرز فکر ها و رنگ ها تشکیل نشه به نظرم به نتیجه نخواهد رسید. متشکرم که مایک رو در اختیار بنده قرار دادید. تشکر از شما جناب دادخواه. بله در فردای ایران باید از همه اقشار تو جامعه استفاده بشه و موقعیت و برابری باشه. همکار بعدی اون جناب آقای طائف، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. بله ممنونم از اینکه دوباره مایک رو در اختیار من قرار دادید. جناب شایدان به موضوع خیلی جالب توجه اشاره کردن که ما الان به شخص نمیخوایم رأی بدیم، ما به یه سیستم میخوایم رأی بدیم. فردای براندازی قانون اساسی نوشته میشه، حالا طبق اون دانشمندان، طبق اون صاحب نظران ایرانی، اونایی که به قول دوستمون داخل زندان هستن، بیرون از ایران هستن، قانون اساسی بر طبق منشور حقوق بشر که نوشته شد رأی آورد، بعد میاییم احزاب تشکیل میشه. آقای شاهزاده رضا پهلوی میگه خب من میخوام یه حزبی به نام پهلوی تشکیل بدم. کمونیست‌ها حزب دارن، از آذربایجان حزب میاد، از سیستان حزب میاد. خب یه ملتی دیگه، یه کشوری میخوایم همه در اون سهیم باشیم دیگه، مثل قبلا نباشه که حکومت مرکزی باشه و برای همه تصمیم بگیره. اون موقع است که ما میتونیم به شخص رأی بدیم که بگم بله من از آقای پهلوی خوشم میاد، میرم به حزب ایشون رأی بدم. یکی میگه من از آقای ایکس خوشم میاد، میرم به حزب ایشون رأی بدم. اون موقع بله میتونیم در رابطه با شخص صحبت کنیم. الان شخص نیست. و در رابطه با این جلسه ای که پریروز انجام شد، من به شخصه حالا میگن نقطه مثبتی، همه هیجانی شدن، همه اومدن بیرون، ولی من خودم هم استقبال کردم، ولی به شخص ته دلم راضی نیستم. چرا؟ اگه قرار باشه یه شخصیت هایی بشینن در رابطه با آینده یک کشوری به نام ایران تصمیم بگیرن، خیلی شخصیت های برجسته ای از این هنرپیشه ها و از ورزشکارامون هستن. مثلا آقای فیروز نادری یک دانشمند ایرانی تو ناسا هستن، خیلی شخصیت برجسته ای هستن، مطمئنن بالاخره دانشمندی تو ناسا دیگه، میتونه اظهار نظر کنه، صاحب نظره، میتونه تو نوشتن قانون اساسی، میتونه تو این شورا اظهار نظر کنه. این یک نمونه شه. خیلی ها رو داریم که بیرون از ایران هستن و واقعا اندیشمند هستن. این شورا باید با چنین آدم هایی تشکیل بشه، با یک خبرنگار و با یک وربل. اینا صدای ما شدن، بولد کردن، صدای مردم ایران شدن، همه دنیا صدای ما رو شنیدن، همه به شور و اشتیاق اینا اومدن تو خیابونا. ولی خب اگه بخوایم واسه یک ملتی، یک کشوری تصمیم بگیریم، این واقعا بچه بازی نیست که 6 نفر بیان اونجا بشینن هیجانی بشن رأی بدن منشور بنویسن. یه خبرنگار چطور میخواد واسه یک ملتی مثل ایران، با یک کشور کهنی چند هزار ساله مثل ایران میخواد منشور بنویسه؟ واقعا جای بسی تأسف و تأمله که باید یه شخصیت هایی باشن که مشخص باشن. الان دوست عزیزمون گفت که من میخوام به اونی که داخل زندان ایران، تو ایران داخل زندان رأی بدم ولی به اونی که بیرون رأی ندم. خب من اونی که داخل زندان هم نمیشناسم،
من یک نفر رو از کجا میتونم بشناسم؟ باید بیاد صحبت کنه، هدفهاشو بگه، ایدهاشو بگه، مسیرشو بگه، قانونا رو بلد باشه، حرف بزنه، مشخص کنه، واضح کنه که بله بگیم آقا این شخص مشخصه کیه، مثلا بلد صحبت کنه، بلد یه حزب رو کنترل کنه. من میخوام برم با آقای ایکس رای بدم، ولی اونی که الان بیرون از ایرانه من نمیشناسم داره صحبت میکنه، و اونی که داخل زندانه اونم نمیشناسم داره صحبت میکنه، پس ایرادی نمیبینم که حالا یه یکی بخواد به بیرون از ایران رای بده، یکی بخواد داره. بالاخره همه ایرانی هستن. اگه میگیم دموکراسی یعنی فردای ایران آزاد، هم کمونیستا، هم چپا، هم راستا، هم توده‌ای، همه باید برگردن ایران. بالاخره ایرانی هستن، عقیدش کمونیستی، عقیدش رادیکاله، ولی بالاخره ایرانی هستن. باید برای همه جا داشته باشیم دیگه تو ایران. بحث موضوع آزادمون چیه؟ تبعیض و عدم تبعیض. اگه دوباره فردای ایران آزاد بگیم که مجاهدین حق ندارن برگردن، دوباره شو تبعیض دیگه. بالاخره هر چی هم باشه، بالاخره ایرانی هم باید بیان کنترل بشن، زیر قانون اساسی باشن، ولی باید برگردن به ایران. مرسی از اینکه مایکو در اختیار من. تشکر از شما جناب طاهر. بله، ما در فردای ایران باید از همه احزاب و همه چهره ها و همه اپوزیسیون ها استفاده کنیم. امیدوارم اون روز برسه. همکار بعدیمون سرکار خانم کیمیا، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. مرسی، ممنون که دوباره این فرصت رو به من دادین. من می‌خواستم یه چیز کوچیک بگم در رابطه با اینکه توی همین زمان ببینید ما چقدر بحث کردیم در رابطه با این قضیه که حالا هر کی می‌خواد به کی رأی بده، نفر بعدی قراره کی بیاد، آدمای توی زندان میتونن آدمای موثری باشن. الان داستانی که داره اتفاق میفته متاسفانه بین مردم دقیقا همین هست. من مخالف این نیستم که از الان برای فردای آزادی تصمیمی گرفته نشه و یک دفعه در واقع در دل این داستان مردم برن و بخوان تصمیم بگیرن، ولی از الان این که من بگم که من به این وکالت میدم نمیدم یا رأی میدم یا رأی نمیدم یا آدمای توی زندان آدمای تاثیرگذاری در آینده میتونن باشن برای کشور من، خیلی بهتر از کسایی که خارج هستن. اینکه شاهنشاهی باشه یا نباشه یا هر چیز دیگه، به نظر من میاد که الان وقتش نیست. ما الان باید هدفمون یک چیز باشه، همون چیزی که از شهریور ماه در واقع قطارش به حرکت افتاد، زن، زندگی، آزادی. این چیزی بوده که با این شعار این انقلاب شروع شده، فراخوانی که باید باشه، ایستادگی مردممون، جوونامون، نوجوونامون، دانشجوامون، همه باید فعلا تمرکزشون رو بزنن روی این قضیه. و در واقع وقتی که این حاشیه‌ها باشه و این اتفاقات باشه، هر کس میاد جواب اون یکی رو میده توی فضای در واقع سوشال مدیا، میان جواب هم دیگر رو میدن دیگه. یکی میگه من رأی نمیدم، اون میاد توجیهش میکنه. اون یکی میگه فلانی مثلا شاهنشاهی، اون یکی میاد توجیهش میکنه، و این انرژی از مردم گرفته میشه و در واقع این تفرقه بیشتر هستش که در واقع از اون هدف اصلی و از اون تمرکزی که ما باید داشته باشیم که ما رو به هدفمون هر روز نزدیکتر بکنه متاسفانه جدا میکنه. همین موضوع رو فقط میخواستم بگم. مرسی که این فرصت رو من دادیم و مایک رو رها میکنم. تشکر از شما سرکار خانم کیمیا. بله، همونطور که فرمودید باید شخص محوری و اتحاد رو حفظ کنیم، شخص محوری رو فراموش کنیم و اون اتحادی که براش با اون شعاری که شما فرمودید زن زندگی آزادی و به اون ادامه بدیم. در خدمت جناب شفایی هستیم، بفرمایید جناب شفایی، مایک در اختیار شماست. من سلام میکنم خدمتتون. مرسی، به هر حال خیلی خوبه تو بحث آزاد. حتی موضوع بحث آزاد بحث حق برابری است، یعنی اصلا یه داستان دیگری است و این جلسه عملا به نوعی به نظر من داره به حاشیه میره. حالا چرا؟ ببینید دوستان، اولا که ماهای عنوان داریم به عنوان فعال حقوق بشر، ما وقتی این عنوانو داریم دیگه حزبی نیستیم، یعنی دیگه اندیشه حزب وجود نداره. این خوبه، اون بده، این عوضیه، این عالیه، این بهترینه، من رأی میدم، من نمیدم. این در کار حقوق بشر جایگاهی نداره.
حقوق بشر فعالیتش آگاهی رسانی است و افشاگری. البته افشاگری بخشی از خود آگاهیه، ولی من همیشه عنوان میکنم آگاهی رسانی و افشاگری است، اونم افشاگری موارد نقض حقوق بشر. این تلاش یک فعال حقوق بشره، یک کسی که علاقمند رو کار حقوق بشر کار کنه، این هستش. اصلا به یه فعال حقوق بشر ارتباطی نداره، ارتباط از ذهنی داره اما ارتباطی نداره که حسن آقا بیاد بشه رهبر ما، یا حسن آقا بیاد بشه، یا پهلوی بیاد، یا اون یکی بیاد. اصلا تو اندیشه ما نباید اینا بگذره. رای بدیم، موافقیم، وکیلیم، وکیلن، وکیل نیستن، اینا اصلا به ما کاری نداره. ما فعال حقوق بشر هست، ما تلاشمون آگاه کردن مردم به حق ذاتی و حق شهروندیشون. ما اگر تونستیم دوستمون رو آشنا کنیم به حق ذاتیش و حق شهروندیش، اون خودش بلده تصمیم بگیره. دلش خواست کار حقوق بشر میکنه، ادامه میده. دلش نخواست میره وارد یه حزبی میشه، میره با یک جریان فکری، میره با یک جریان سیاسی شروع میکنه کار کردن. اینی که ما بیایم پیش خودمون، ما به عنوان فعالین حقوق بشر بیایم بشینیم بگیم ما رأی بدیم، رأی ندیم، براندازی بکنیم، براندازی نکنیم، اصلا جایگاهش برای ما نیست. ما این حرفو میزنیم، میگیم آقا این حق ذاتیته، این حق شهروندی شماست، حالا خودت تصمیم بگیر چگونه میخوای در آینده زندگی کنی. ما نباید جای کسی دیگه فکر بکنیم. البته برای آینده ایران قاعدتا فرمولای وجود داره، فرمولای دموکراتیک وجود داره، دموکراسی وجود داره و این واقعا باید اجرا بشه، ولی نه در ناآگاهی، در آگاهی باید انجام بشه. و برای آگاهی نیاز هست احزاب مختلف باشن، اندیشه های مختلف باشن، با همدیگه بحث کنن، کلنجار برن، موضوع بدن، موضوع بگیرن، طرح بدن، برنامه بنویسن تا بتونن جامعه رو رشد بدن دیگه. این حاصل یک آگاهی فردیه که حاصل در واقع تلاش فعالان حقوق بشر هست که بتونن آدم ها اندیشه کنن بر اساس اندیشه خودش. میگه آقا من دیگه میخوام برم راجع به این اندیشه ای که پسندیدم مبارزه کنم، ولی با توجه به اون حق ذاتی و حق شهروندی که همه آدم ها دارن. یعنی اون بحث برابری که الان مطرح هست یعنی همین. وقتی ما میگیم ما همه با هم برابر هستیم، یعنی اینکه اگر من میخوام برم دنبال یک حزبی، باید برم دنبال حزبم، ولی در شرایط که برابری رو احساس کنن، بدونم حزب دیگر هم مثل من حق داره. حالا اونا 1000 نفر، ما 5000 نفریم، اونا 100000 نفر، ما 1000 نفریم، ولی این برابری باید وجود داشته باشه. یعنی این احساس برابری، این شناخت حق ذاتی و حق شهروندی، عملا مسیر دهنده رهایی برای که بتونیم بهمون اندیشه هایی که دلمون میخواد برسیم. بدونیم یعنی من به عنوان فعال حقوق بشر هیچ وقت حاضر نیستم تحت هر شرایطی بگم این از اون بهتره. یعنی من وارد قضاوت نمیشم، نمیتونم بشم. این قضاوت هایی که ماها الان داریم میکنیم و عنوان میشه در جامعه خارج از کشور و داخل کشور گاهی صحبت میشه، اینا مسیرهای انحرافیه. ما اول باید جامعه رو آگاه کنیم، یعنی همه بدونن حق ذاتیشون چیه، حق شهروندیشون چیه. اینا که دونستن خودشون تصمیم میگیرن چیکار بکنن. اما غافل نباید بشیم، اندیشه های سیاسی هم وجود دارن، باید حرفاشون رو بزنن، 6 تا بشینن با هم، 10 تا با هم بشینن، 1000 تا با هم بشینن، طرح بدن، ایده بدن، برنامه بدن، خیلی عالیه. ولی نبایستی همدیگر رو بکوبن، نبایستی به همدیگر توهین کنن. متاسفانه ما در رسانه های اجتماعی داریم میبینیم که همش همینه. یکی میگه آقا زنده باد این، اون یکی با 4 تا حرف بد و بیرا اونو میکوبه، اون یکی رو میکوبه. اصلا دلیل نداره. شما ایده تو میگی، اونم ایده شو میگه، کارتونو بکنیم بریم. حالا هر کدوم طرفدار پیدا میکنه. من اگه زیاد صحبت کردم به من اطلاع بدین، من میتونم قطع کنم، ادامه دوباره بعدم وقت بگیرم.
اینه که وجود این اندیشه ها و این احزاب نیاز هست، اما نیاز با اون آگاهی به برابری، آگاهی به اندیشه‌ای که شما احساس نکنید تو برتری. متاسفانه الان ما در جامعه میبینیم، شما الان میخواییم بریم تظاهرات، فرض امروز دیروز دفعش جا تظاهرات عملا درگیر بودن، یعنی عملا یه سری پرچم بالا سر همه بود، طرف به اسم زن زندگی آزادی اومده اما سه مدل پرچم بالا سرشه. یعنی یه آدمی اومده که میگه من فقط برای مردم ایران میخوام کار کنم، من اندیشه مردمه، ولی احزاب با پرچماشون میان نظم اونجا رو به هم میزنن، هر کدوم شعارهای خودشون رو میدن و هر کس هم اضافی صحبت کنه یقش رو میگیرن، توهین میکنن، درگیر میشن، که دیدیم فیلماشون هم شما در روزهای قبل. اینه که این قضیه تشکیل احزاب منطقیه، اندیشه‌های سیاسی بسیار عالیه، ولی من معتقدم ما که فعال حقوق بشر هستیم حتما باید به فکر آگاهی رسانی و افشاگری باشیم. من همیشه یه مثال میزنم دوباره اینم بگم، ببینید وقتی میخواد انتخابات انجام بشه یه گروه میان میگن رأی میدیم، یه گروه میگن رأی نمیدیم، اما فعال حقوق بشر اصلا هیچی نمیگه. فعال حقوق بشر میگه آقا این شرایط سیستم رأی گیری که الان در جامعه ما در ایران داره اتفاق میفته به دلیل بودن یه رهبر و بودن یک شورای نگهبان منطقی نیست، به این دلایل، چون شما نمیدونی به کی داری رأی میدی، نمیدونی به چی میخوای رأی بدی، به چه اندیشه‌ای میخوای رأی بدی. نتیجتا ما نمیگیم رأی ندید، میگیم آقا این شرایط هست، دوست دارید به رأی بدید، چون اصلا به ما ارتباطی نداره. ما بایستی رو این قضیه کار بکنیم، چون اگه وارده با سوال میکنم میتونم صحبت کنم ادامه بدم؟ بعد جواب شفای بفرمایید، داریم استفاده میکنیم از صحبت. نه خواهش میکنم، نه یه موقع من چون دم دستیم بلند نیستم تو، بله ولی میتونم قطع کنم دوباره صحبت کنم. داریم استفاده میکنیم اگه دوستان دستی که بالا نیست از صحبت شما. حالا ما فرض رو بر این میخوایم بذاریم که اندیشه های دیگه میخوان کار کنن، خب بکنن. الان ما فعالین حقوق بشر که داریم کار انجام میدیم، عملا اگر نگاه بکنیم ما اصلا رفتیم به حاشیه، یعنی الان یه جلسه ای که در کمیته داره برگزار میشه بحث برابریه، اما اصلا راجع به برابری من چیزی نشیدم، فقط شنیدم که اینا خوبن، به این رأی میدیم، به اون رأی میدیم. اینا اصلا نگاه ما نباید باشه، ما الان نگاهمون باید این باشه، نگاه ما باید این باشه که الان از جریانات روز چه اطلاعیه‌ای بدیم، در جلسات شرکت کنیم، سخنرانی کنیم، جلسات، تظاهرات رو من کاری اصلا خودم با تظاهرات موافق نیستم، چون پرچم ها میاد بالا سر اصلا مسیر شما عوض میشه، ولی جلساتمون برگزار بشه، این جلسات و جلسات ویژه، اطلاعیه بدیم، گزارش بدیم، آمار بدیم، آمار این اتفاقات رو بدیم، یعنی بگیم آقا در یک ماه گذشته این اتفاقات ویژه افتاده، نقض حقوق بشر رو بگیم، بعد از سه ماه گزارش سه ماهه بدیم، گزارش شش ماهه بدیم. اینا اون چیزاییه که میتونه کار حقوق بشر باشه و ما بایستی تلاش رو برای اون بکنیم، یعنی تلاشی که ما فعالان حقوق بشر داریم در رابطه با همینه، آمار بدیم، اطلاعات بدیم، موارد نقض حقوق بشر رو جمع‌آوری کنیم و به رسانه‌ها برسونیم، سخنرانی بذاریم، خودمون سخنرانی کنیم، همکارامون موضوع تهیه کنن در رابطه با مسائل روز و مسائل حقوق بشر. همین بحث حق برابری بحث بسیار گسترده ایه. دیروز هم بحث داشتیم در رابطه با حق پرورش، بحث بسیار عالی بود، یعنی اصلا حق ماست که ما پرورش سالم داشته، پرورش نه اینکه بریم پهلوان بشیم، پرورش یعنی اینکه سالم رشد کنیم، چون پرورش همون رشد دیگه. اینا مسائلی که وظیفه ما فعالان حقوق بشر اینا رو دونه دونه به آدما برسونیم، آدما یاد بگیرن، بدونن حقشون چیه، حقوق ذاتیشون چیه، به مرور برن جلو، بعد خودشون تصمیم بگیرن هر کار خواستن بکنن. من دست دوستمون آقای ناصری بالاست، من قطع میکنم، حالا باز لازم شد صحبت. تشکر از شما جناب شفایی. بله همونجور که گفتید ما یه مسئولیتی داریم و یه وظیفه‌ای داریم و اونم به عنوان فعال حقوق بشر آگاهی و اون افشاگری که شما فرمودید و تاکید کردید. تشکر از شما جناب شفایی. آقای ناصری مایک در اختیار شماست، بفرمایید.
درود مجدد. البته جناب شفیعی، اول بحثمون، بحث آزاد که داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با همین بحث عدم تعویض و حق برابری بود، اینکه واقعا چه قشری از جامعه، کدوم از احزاب اصلا میتونن الان بیان توی فردای آزادی بعد از جمهوری اسلامی بیان شرکت بکنن توی دخالت بکنن در واقع توی سیاست ایران. و اکثر دوستان واقعا نظرشون این بود، یعنی من صحبت همه دوستان رو شنیدم و برداشتم در واقع از صحبت‌ها این بود که همه احزاب، همه اشخاص، حالا چه یه نفر باشه، چه هزار نفر، چه به قول شما 100,000 نفر، حق دارن که بیان توی فردای ایران شرکت بکنن، خودشون رو دخالت بدن توی انتخابات بعدی، توی سیاست بعدی، توی قانون اساسی که بعداً نوشته بشه. هر کس به اندازه خودش با توجه به حالا سطح و سوادی که داره، اندیشه‌ای که داره، تجربه‌ای که داره، بتونه بیاد و یه در واقع تأثیری توی فردای آزادی داشته باشه. بحث آگاهی هم اتفاقاً در موردش صحبت کردیم، این که واقعاً چند درصد از جامعه همون واقعاً الان آگاه شدن. بعضی از دوستان معتقد بودن که هنوز خیلی مونده تا اونجا. من خودم به شخصه اعتقاد داشتم که به نظر خود شخصی من که کفایت میکنه همین ساعت از آگاهی، هرچند که هنوز یه قشری از جامعه همون واقعاً آگاه نیستن، ولی که خب هیچ وقت ما به اون آگاهی 100% نمیرسیم. یعنی فکر نمیکنم هیچ کشوری توی دنیا باشه که این آگاهی مردمش 100% باشه. همین کشورهای اروپایی که الان ما اکثر مثالامون در واقع همین کشورهای غربی و جهان اوله، واقعا 100% مردمشون آگاه نیستن و یه قشری هستن که اصلا به یه مسیر دیگه ای میرن. مردم ما خب سوای از این جدا نیستن از این قضیه، قاعدتا یه بخشی آگاه هستن یه بخشی نیستن، ولی کن به نظر من، نظر شخصی من، رسیدیم به اون نقطه که اگر بگذریم از این، نگم اگر، قطعا میگذریم از این جمهوری اسلامی، وقتی بگذریم مشکلی برای آینده نداریم. یعنی رسیدیم به اونجایی که تشخیص بدیم چه کسی الان صلاحیت اینو داره که بیاد و اظهار نظر بکنه، بیاد قانون اساسی بنویسه. به نظر من رسیدیم به اون سطح و تمرکزمون رو بیشتر بذاریم روی بحث گذر از جمهوری اسلامی. درست حالا ما فعال حقوق بشر هستیم و اصلا نباید تو بحث حالا تغییر رژیم یا اصلا براندازی صحبت بکنیم و اصلا هدف اون ما چیز دیگه ایه، ولی در کنار اون هدف اصلیمون که آگاهی رسانیه، اینم یه جورایی خودش آگاهی رسانی میشه که بیایم بگیم آقا ما رسیدیم به اون نقطه، حالا وقتشه که بگذریم از جمهوری اسلامی و اجازه بدیم احزاب و اندیشمندان و کسایی که واقعا تو این زمینه تجربه سواد دارن بیان سوادشون با ما به اشتراک بذارن، بیان یک قانون اساسی بنویسن و شروع بکنیم یک ایران جدیدی بسازیم. به نظر من، حالا نظر شخصی من بود که ما رسیدیم به اون نقطه و میتونیم واقعا بگذریم از جمهوری اسلام. مرسی از شما. همین رو می‌خواستم بگم جناب شفایی. مایک آزاد. تشکر از شما جناب ناصری. جناب شفایی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. مرسی. خب خوب بحث شده، ولی خیلی سریع رفتید دنبال این که حالا این بهتره اون بدتره. اینو باید بذاریم کنار، یعنی اصلا ذهنمونو آزاد کنیم. من یک مصاحبه داشتم سال 2005 با آقایی به اسم ابو کریمی، خود فوت کرده، سخنگوی حزب دموکرات کردستان بود در آلمان. من یه 2-3 ساعت باش صحبت کردم، مصاحبهش هم داشته باشم. صحبت شد اون موقع، هم امروز خود مختاری برای ما، بعد دموکراسی برای ایران، یه همچین اصطلاحاتی داشتن اینا. صحبت. من یه سوال داشت کردم که الان جاشه من بهتون بگم. گفتم که خب الان شما که یک حزب به این بزرگی هستید، مدعی هستید بیش از 300-400 هزار عضو دارید و این همه نیرو دارید و در کردستان چنین و چنان هستید، شما طرحتون، قانون اساسی که نوشته باشید و مدون کرده باشید برای فردا روزی که بخواید برید ایران دارید؟ جواب خیر.
گفتم چرا؟ گفت وقتی رفتیم ایران میشینیم مینویسیم. میگم شما الان تو علافی و بیکاری نشستی نمینویسی، فردا تو ایران تو بگیر و ببر میخوای بشینی بنویسی. ببینید این خیلی خوبه. الان شما این همه احزاب الان هستن، بپرسید ببینید کدومشون یه قانون اساسی نوشته. من قانون اساسی که آقای بنی صدر نوشته رو کتابشو دارم، خب اما دیگری رو نشنیدم. پهلوی 40 سال میگه من شاهم، یه روز میگه نیستم، یه روز میگه رئیس جمهورم، یه روز میگه اینم، اصلا مهم نیست، دستش درد میکنه داره یه تلاشی میکنه. خب یه قانون اساسی بنویس. خب تو که نشستی پولم که داری، این هم آدم داری، بدید اندیشمنداتون قانون اساسی بنویسن، بعد بگید آقا این کتاب من است، این قوانینیه که من بعد از اینکه برم ایران این اتفاقا میفته، اون وقت من آگاه هستم، میدونم کی میاد. نه مثل آقای خمینی که بلند شد اومد هیچ کس نمیدونست میاد، فقط یک کلمه اومد شعار داد استقلال آزادی جمهوری اسلامی، ما رفتیم گفتیم بله استقلال آزادی جمهوری، چون اینو میخواستیم دیگه، جمهوری میخواستیم، اسلامی شو فکر نکردیم. چرا؟ خود پهلوی اجازه نداد ما کتاب ولایت فقیه آقای خمینی رو که سال 24 نوشته بود بخونیم، ترجمه نکرد ما بریم بخونیم. من دانشگاه بودم میگفتن خمینی پیام داده، من واقعا 18-19-20 سالم بود، اینا تو گوشم هست، ولی پیامشو میشنیدیم، اما کتابی که نوشته بود هیچ وقت نفهمیدیم که قراره یه روز ایشون قراره اگر بیاد قدرت دستش بگیره ولایت فقیه درست کنه. پس میشه ناآگاهی. پس ما بایستی آگاه باشیم، هر کسی که میخواد وکالتم بده وکالتم بگیره بایستی در آگاهی باشه. یعنی اگر قرار یک حزبی وجود داشته باشه باید بگه آقا این مرامنامه من، این منشور منه، این مرامنامه منه، اینم اساسنامه منه، اینا رو انجام خواهم داد، رسما اعلام بکنم. بعد وقت من و تو میتونیم بریم مطالعه کنیم، دلمون خواست همین جریان حقوق بشرمون ادامه خواهیم داد، یا میگیم آقا نه من این فکر برای من خوبه، میرم دنبال این اندیشه، میرم دنبال اندیشه. الان شما کدومتون یه کتابی خوندید، یه قانونی خوندید که یه مدون شده باشه؟ وجدانا نخوندید، حتی قانون اساسی کشور خودمونم خیلی هاتون نخوندید، از وقتی اومدید خارج نشستیم ما هی گفتیم آقا بریم بخونیم مقایسه کنیم. ایناست، یعنی باید بیاییم رو اینا فکر کنیم، فکرمون رو گرفتار داستانهای دیگه نکنیم. فعال حقوق بشر هستیم، باید دنبال موارد نقض حقوق بشر باشیم، جمع‌آوری کنیم. فعال حقوق بشر هستیم، بایستی هر طوری شده بایستی مردم آگاهی رو به مردم بدیم، مردم باید بدونن حق ذاتی دارن، مردم باید بدونن حق شهروندی دارن. اینا رو باید مدام بحث کنیم، مدام مطرح کنیم، مرتب باید اعلام کنیم که همه متوجه بشن، که اون وقت اون آدم ها، اون افراد یا من و تو در آگاهی، و اونی هم که میاد میخواد یه خط فکری بیاد بده، مثلا نیاد بگه آقا من باز هم حزب کردستان رو میگم، میگفت خود مختاری برای ما، دموکراسی برای ایران، ایده خوبی بود، حالا بد کردم، فدرالیسم برای ما، دموکراسی برای ایران، یعنی نمیخواستن جدا بشن از ایران یا نمیخوان، اما این اندیشه، ولی پا اینو مدون کنین، بنویسید. هیچ کدوم از این احزاب ننشستن بنویسن. چرا؟ چون وقتشون رو گذاشتن فقط برای این که بگن این چی گفت ما بریم پدرش در بریم، اون چی گفت ما بریم اینو بهش بگیم. دیگه جامعه حقوق بشر، نه فقط ما، تمام جامعه حقوق بشر، تمام فعال حقوق بشر، وظیفه‌شون آگاه کردن و افشا کردن موارد نقض حقوق بشر. این به عنوان یه مبدع اگر نگه داشته باشیم خیلی خوبه. من یه صحبتی شد که چند درصد مردم آگاهن و احتمالاً کی، من مصاحبه داشتم عنوان کردم، من امیدوارم با این رشدی که الان داره در حقوق بشر اتفاق میفته ما بتونیم در ایران 300 سال دیگه بتونیم یک جامعه آگاه داشته باشیم. 300 سال، یعنی اقلا 15 نسل باید عبور بکنه تا بتونی جامعه آگاه بشه. جامعه هم نه به عنوان 100%، جامعه با حدود 30% آگاه یا 25 تا 30% فرد آگاه
میتونه سیستم درست بده و با سیستمش جامعهش رو نگه داره، چون یه آگاهی مطلق که همه جا نمیتونه باشه، ولی وقتی یه 20%، 25%، 30% جامعه آگاه شد، میتونن یه برنامه‌ریزی بکنن، یک قانون اساسی مدون بنویسن، بیستن با دقت کار بکنن که بتونن جامعه رو رشد بدن، برسه مثلا هر وقت که دیگه حالا به عنوان طعنه بگم، حالا تا امام زمان حضور پیدا بکنه اصلا دیگه کفر کن کنه دمش. اینه که من خواهش میکنم دوستان ما برای فردای آزادی مبنا رو برای این نذارید که کی بیاد، کی بره، کی بمونه، چی کار بکنید. فردای آزادی از الانه، یعنی الان فردای آزادی. آگاهی، 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 این میشه فردای ما. در این آگاهی جامعه سالم داریم، در ناآگاهی همون بلایی که زمان پهلوی سرمون اومد بازم میاد، فرقی نمی کنه. مرسی. تشکر از شما جناب شفایی، استفاده کردیم و امیدوارم که اون سطح آگاهی یه جهش فوق‌العاده‌ای داشته باشه، که اون 300 سالی که شما فرمودید یه جهش خیلی بلندی داشته باشه، که این زمانه اون سال کوتاه بشه. و البته وظیفه ما فعالین حقوق بشره که اینو تسریع کنیم و اون سالو کم کنیم. تشکر از همه دوستان. اگه نقطه نظری، بله جناب شفایی. من دوستان یه جمله رو خواستم بگم، یادآوری کنم. ببینید این بحث الان جامعه ما جامعه روشنیه، جامعه دردش رو شناخته، اما این شناخت این درد عمومی نیست. یعنی یه قشری از جوانها درد رو میدونن و یه سری هنوز در همون قشر هنوز در یه عالم دیگه سیر میکنن. اینا آگاهی نیست، اینا در واقع روشن بودن، آشنا بودن به مواردی که نقض حقوق بشر شده. ما بحث تلاشایی که داره میشه بخش صنفی همش، یعنی هنوز به مرحله آگاهی جمعی نرسیده، صنفی هم. یه سری کارگر مثلا، مثال مثلا کارگرای نیمشکر هفته پر رو من میگم در شوش، میرید دو سال سه سال شکنجه شدن، اسیر شدن، ولی الان صدایی ازشون نیست. چرا؟ به خواسته صنفیشون رسیدن. شما یادتون باشه معلمان مدام برنامه داشتن، الان از معلمان شما چیزی نمیشنوید، از بازنشسته ها، از طلبکارای بانک، از پرستارا. اینا آدمایی بودن که مدام تظاهرات میکردن قشرهای مختلف، ولی الان که یه تظاهرات جمعی شده مال نسل جوان ماست، خبری ازشون نیست. این اونی که من میخوام بگم، یعنی اون آگاهی که مورد نظر هست هنوز پیدا نشده. آگاهی جمعی، نه جمعی 100% که نخواهد بود، یک آگاهی جمعی از حقوق ذاتی و حقوق شهروندی که حاصلش افشاگری خواهد بود دیگه، یعنی یه شناخت موارد نقض حقوق بشره. ما باید به اونجا برسیم، یعنی من باید حقمو بدونم، یعنی بدونم من حق برابر دارم و وارد جامعه هستم و با جامعه خودم احساس برابری بکنم، نه که احساس صنفی، احساس حالا من که بابا 80 سالمه، به من چه، من 50 سالمه، من که دیگه عمرمو کردم، من که خب من دکترم، دارم کارمو میکنم، من مهندسم، دارم شرکتم میچرخونم، من نمیدارم اینم دیگه نیست، یا من که الان کارگر هفت‌تپه بودم حقمو گرفتم، خب کو بقیه‌اش؟ هنوز خبری نیست. مرسی. من قصدم از ادامه صحبت سر همین وضعیه بود که این آگاهی که من عنوان میکنم با به اصطلاح خواسته های صنفی برابر نکنید، اونا جدا. آگاهی یک اقدامیه که شما فعالان حقوق بشر باید اجرا بکنید، آشنا بکنید جامعه رو، نه اصناف رو. بله، تشکر از شما جناب شفایی، استفاده کردیم از صحبت های شما. همکار بعدیمون سرکار خانم سمانه بیرجندی، بفرمایید مایک در اختیار شماست.
درود خدمت همه دوستان، خسته نباشید. عذرخواهی میکنم من دیر وارد جلسه شدم، بخش زیادی از بحثتون رو از دست دادم، اما خب در انتهای صحبتهایی هم که شنیدم رو نظرم رو میخواستم بگم. با احترام به نظر تمام عزیزان، من اتفاقا خودم رو به عنوان فعال حقوق بشر از لحاظ حقوق بشری قائل به گزار از جمهوری اسلامی میدونم. چرا؟ توضیح میدم خدمتون. چون که من جمهوری اسلامی رو در واقع بزرگترین سد راه مردم برای رسیدن به چه اطلاعات و یا دریافت آگاهی از هر چیزی که بخوایم بگیم در نظر میگیرم. حالا این میتونه آگاهی رسانی از طرف مایی که کانون دفاع از حقوق بشر هستیم باشه، چه بقیه سازمان‌های حقوق بشری باشه. ببینید الان ما سایتمون در ایران فیلتره، اینستاگرام این فیلتره، یوتیوب فیلتره، تلگرام فیلتره، یعنی هر آن حتی اون رسانه که ما در اختیار داریم برای آگاهی رساندن در ایران فیلتره. و من این صد رو همین جمهوری اسلامی میدونم. و اینکه جمهوری اسلامی داره دقیقا برخلاف حالا هم فعالین حقوق بشر، هم مدنی، هم سایر افراد، داره از بزرگترین رسانه‌ها که یکیش خود همون صدا سیمای جمهوری اسلامیه که بزرگترین رسانه در واقع ایران هست، که خب به هر حال میدونیم که درصد بسیار زیادی از مردم بیننده برنامه‌های اونا هستن، بیننده محتوایی که اون تولید میکنه. و از اون طرف هم باز هم رسانه‌هایی که وابسته به خود جمهوری اسلامی هم هستن، باز هم دارن به گمراه کردن مردم در مسیر این انقلاب تلاش میکنن. دلیلمو پس اینجوری خدمتون عرض میکنم که تا زمانی که این بزرگترین ناقص حقوق بشر در ایران داره حکومت میکنه، تا اونجا که بتونه و هست جلوگیری خواهد کرد از آگاهی مردم، بالا رفتن سطح آگاهی مردم. من به این قضیه معتقدم واقعا، و میخواستم به این صورت این رو با شما دوستان به اشتراک بذارم. مرسی، ممنون که مایکرو رو من دید. تشکر از شما خانم بیرجندی. بله دقیقا، ولی ما باید تلاشمون رو بکنیم اون قشری که بیننده رسانه های جمهوری اسلامی هستن، که دسترسی به این رسانه های اطلاع رسانی ندارن آگاه کنیم به عنوان فعال حقوق بشر، که از ماهیت جمهوری اسلامی به اون ماهیتشون پی ببرن که جمهوری اسلامی چه نقص هایی رو انجام میده و چه تبعیض هایی رو اعمال میکنه. دوستان اگه کسی نقطه نظری داره خوشحال میشیم که ما به اشتراک بذاره. تشکر میکنم. ظاهرن خب من تشکر میکنم از همه دوستان که در این جلسه با ما همراه بودین. یه نتیجه‌ای که از این بحث خوب آزاد گرفتیم این که در مورد حق برابری و عدم تبعیض، ما وظیفه‌مون اطلاع رسانی به عنوان فعال حقوق بشر و آگاهی و اینکه افشاگری بکنیم، و امیدمون این باشه که یک ایرانی داشته باشیم الگوی جهانی برای حقوق بشر، یعنی یک ایرانی با فعالین حقوق بشر بتونیم اینو قول معروف چشم و چراغ کل دنیا باشیم، که ما تونستیم این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تو ایران اجرا بکنیم و از همه احزاب و شخصیت ها و کلیه سیستم ها استفاده بکنیم. تشکر میکنم من از همکارانی که در این جلسه ما رو همراهی کردن. منشی جلسه آقای سعید طائف، ضبط صدا و تدوین آقایان اسفندیار سنگری، صدرا مجیب یزدانی، ادمین ها آقایان کریم ناصری، رضا شایگان و آقای علی فروتن. و من ختم جلسه رو در ساعت 19 و 20 دقیقه به وقت اروپای مرکزی در تاریخ 12 فوریه
سال 2023 اعلام میکنم. سپاس از همه همکارانی که با ما همراه بودن. تشکر.